بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 18 سپتامبر سال 2020 میلادی و برابر با 28 شهریور 1399. متاسفانه آقای نوید افکاری رو روز شنبه یک روز بعد از برنامه ما که جمعه بود و با شما بودیم و در این موردم صحبت شد اعدام کردن و شبانه هم دفنش کردن. نظر شما راجع به این ماجرا چیه؟ من خودم باور دارم که بعضی وقتا این پتیشنای ما خارج نشینا، مخصوصا اگه افرادی مثل ترامپ هم بیان دخالت کنن، سازمان های دیگه، این آخونده و حکومت دیکتاتوری ایران رو جری میکنه و اونها هم که زدن به سیم آخر کارهای اینجوری میکنن. این یک. سلام آقای زمانی، ممنونم از کارهایی که شما انجام میدید، هم برای تلویزیون مردم هم برای کانون آوا. و این یه نظره. یه نظر دیگه اینه که اینها نمیخواستن اصلا این جوان کشته بشه تو این روزها، ولی به خاطر تماسایی که گرفته و سرصدای زیادی که شده و فشاری که اومده این رو شکنجه میدادن و زیر شکنجه از بین رفته و به همین خاطر مجبور شدن با این عجله به قول خودشون سرتش رو به هم بیارن و ماجرا رو جمع کنن. نظر شما چیه و آیا جمهوری اسلامی با این کارهایی که در 40 سال گذشته 42 سال گذشته انجام داده میتونه به اصطلاح حکومت خودش ادامه بده، یا اینها هم آخر حکومتشون شده و به هر حبابی دست میندازن مثل افرادی که شنا بلد نیستن و دارن غرق میشن؟ خب آقای مهران احتشامزاده، هنرمند خوبمون از آلمان، آقا بگو ببینیم چه خبر از آلمان. آلمان زیبا، دو بار اومدم پارسال و شایدم پیلارسال یا شاید پارسال دو دفعه اومدم اونجا و بیشترم توی فرانکفورت و اینها بودم. حالا این بار اگه بیام یه سر به شما میزنم. صدا ضعیفه، آقا خودمون هم ضعیفیم. خب دوستان برید از روی مردم تیوی هم چیز کنید، مردم تیوی هم امتحان کنید، مردمتیوی.com، شاید اونجا صدا بهتر و بالاتر باشه. و اجازه بده من خودم هم نمیدونم که دیگه کجا چه کار داریم انجام میدیم، برای که خیلی جاها پخش شدیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، منم همینطور، امیدوارم حال شما خوب باشه. بذار من یه کم دیگه صدا رو از اینجا ببرم بالا و یه چیزی هم راجع به صدا خدمتتون بگم. باورتون نمیشه، این یکم حالا دیبیشو بردیم بالا ببینیم چی میشه. ماجرای فیسبوک اینه که شما وقتی یه میکروفونی رو قرار میدی، این دیگه به شما اجازه نمیده در حین برنامه میکروفونتو عوض کنی، چون فلسفه اینو ساختن که بچه ها ازش استفاده کنن، از تو چلو کبابی، از تو رستوران برای شما بفرسته و اینها. حالا ماها داریم ازش به عنوان یه برادکستینگ سیستم استفاده میکنیم، کار اشتباهیه. ما اینجا که این کارو میکنیم اینه که دوستان ببینن اگه اشکالی اینجا هست برن توی مردمتیوی.com، اونجا هست که این سیستم ما، بذارید من بهتونم نشون بدم این تصویر و اینا، این سیستم و این صداها. حالا شما که هنرمند هستی واردی این چیزا رو بهتر از دیگران میدونی. ببینید مثلا این الان آدیو سیستم ما اینه، یه میکسری داریم اگه بتونم بهتون نشون بدم. خب ببین عزیز، این کامرای دو، ببین من اینو بردم تو حد قرمز، این صدای منه، 1 2 3 4 میتونیم میارم پایین بالا. این یک کنترل. یک کنترل دیگه ای هست که خود کامپیوتر به ما این کارو میذاره انجام بدیم، اینه که میای بهش میگی که بذارید باز اینم بهتون نشون بدم، بیارمش اینجا که شما ببینیش، اوکی؟ و یه چیزی شاید یه مشکلی دوستان داشته باشن رفع میشه. من چون دبیر بودم از یاد دادن به دیگران به اصطلاح هیچ ابایی ندارم، بعضیا کلمه ابا رو میگن، ابا غلط. توی ایران هم صدا ضعیفه. خب مردمتیوی.com چی میتونی نگاه کنی یا نه آقای زمانیان؟ چون با احمدی نژاد یه مصاحبه انجام دادن راجع به فیلتر و فیلتر شکن و اینها، طرف آقا شما که رو توییتر هستی از چه فیلتر شکنی استفاده میکنی؟ و شما خودت بودی که توییتر رو ممنوع کردی، چیزها رو بستی، فیلتر گذاشتی،
گفت نه اصلا نگران نباشید، هر کی فیلتر میذاره خودش هم فیلتر شکن میفروشه. حتما این مصاحبه احمدی نژاد، این واقعا آدم دیوونه، رو برید تماشا کنید ببینید چجوری. اولا خانم هر صحبتی سوالی از این میکنه، این همون سوال برمیگردونه، بعد طرف چقدر وارده. واقعا آفرین به این خانم به اصطلاح گزارشگر، میگه من اومدم از شما سوال کنم، خلاصه میپیچوندشو، ولی خیلی قشنگ ذات پلید اینو نشون میده. ببینید یه سیستم دیگه که داریم اینه، شما میای میگین ریکوردینگ، بعد میگه کدوم میکروفون رو میخواین، این کوچولو رو میخواین یا این یو اس بی رو میخواین، باز تو این میرین تنظیم میکنید، بهش میگید که ببین من اینو گذاشتم رو 90، حالا میبرم رو 100، دیگه چیکار کنیم از دست شما. با آقای زمانیان که ما نمیتونیم نه بگیم، بیا این ریکوردینگ میاد روی یکی، هم این یکی هم ببینید رو چند هست، رو 100 هست آردی، اینم رو 30ه. این دی بی نباید رو 30 باشه، باید رو 24 20 اینها باشه. و به نظر من اگه صدا کمه، شما فیسبوک رو مسئول بدونید، چون من یه جا خوندم میگه که خب خانم جیلانی عزیز، مردم تیوی دات کام رو نگاه کنید، من اینجا این لینک رو می نویسم. من نمیدونم شما چرا یه چیزی که عادت میکنید بهش انقدر براتون مشکله که یه چیز جدیدتر رو، این www مردم tv.com، اینو شما بزنید نگاه کنید. و من الان اینجا همینجا لینک میکنم ببینم چی میشه، امیدوارم فیسبوک قطع نشه. نه، یه صفحه جدید باز کرد، ببینید خب این صدا هست، این حالا تکرار میکنه برای اینکه ما داریم همونو هی نشون میدیم، هی تکرار فلان اینا. خلاصه نمیخوام به جایی برسه که بگم شاید گوشتون اشکال داره و باید برید دکتر گوش، بذارید به کارمون برسیم، به زندگیمون برسیم. در صورت ممنون و متشکرم که با همه این اشکالاتی که وجود داره بازم اینجا میمونید و با ما هستید. میگن که من با گوشی هم صدای شما رو نمیشنوم، شاید مشکل از من باشد، ولی همین الان داشتم تلویزیون دیگری رو نگاه میکردم ولی صدا اینجوری نبود. حالا شما میخوای باور کن میخوای نه، کانالای آمریکایی اینجا میزنی، یکیش من رو 20 باید بیارم، یکیش میزنم کانال بعدی میخواد گوشام منفجر بشه میارمش رو 6. این هیچ قانونی نیست که به طرف بگه شما مجبوری اینو در یه حدی نگهداری که دیسترب نشه صدا، به اصطلاح هر کسی هر جوری دلش خواست میبره بالا میاره پایین. و من اون چیزی که یاد گرفتم اینو ما از سبز بالاتر نباد ببریم، حتی اگه خیلی میخوایم پر روی کنیم به منطقه زرد که رسید اونجا باید چیکار کنیم، باید نگهش داریم و به اصطلاح بالاتر از اون نره. این هم از این ماجرا. حالا برگردیم ببینیم برنامه چی بود. خب نوید افکاری اعدام شد، نوید افکاری دفن شد. امروز یه خانمی برای من نوشته ای رو فرستاده بود که من براتون میخونم و من برای این خانم البته با حالت اعتراض نوشتم که ای کاش شما، میخونمش اصلا، میخونم نوشته ایشون رو و جواب من یا اعتراض من به این دوستمون. ببینید ایشون نوشته که اسمش هم نگم بهتره، یه خانمی به نام مهین سامتی، به نام یزدان پاک، دوستان بنده برای تا این بنده و نوکر و چاکر و اینا رو بندازید دور، بنویسید من امروز با ایشون نوشته، برای تایپ این پست با دانشمندان زیادی مشورت کردم و نتیجه این شد. وظیفه هر وطن پرست اشتراک گذاری است. همون اول به شما وظیفه هم میگن. اینا هنوز نمیدونن که وظیفه در قبال دستمزد میاد. خدمت هست که مجانیه. میتونن بگن شما اگه میخواین خدمتی کنید به جامعه این رو نشر کنید. ولی وظیفه من نیست. شما نمیتونی برای من تعیین تکلیف کنی که من وظیفم چیه، مگر اینکه یه پولی بدی بگی آقا من 30 دلار 100 دلار 1000 دلار 3000 دلار میدم این کارو انجام بده، من که توافق کنم اون موقع برای من وظیفه میشه. ولی من اگر کاری انجام بدم بدون دستمزد میشه خدمت. ملتی که تفاوت خدمت و وظیفه رو نمیدونه میاد پیام اینجوری رو در قسمت پیام خصوصی میفرسه. اشکال یکی دوتا نیست،
اشکال صدای کم من نیست، اشکال از همه جا هست. بخونم برات. نام یزدان پاک، دوستان، بنده برای تایپ این پست با دانشمندان زیادی مشورت کردم و نتیجه این شد وظیفه هر وطن پرست اشتراک گذاری است. شما وطن پرست بودنت رو بیا به من و دیگران ثابت کن، تعریف کن کی چه زمانی وطن پرست شدی، کجا یادت دادن، تو مدرسه، تو منزل، دبیرستان، دانشگاه، ارتش، و با هم صحبت کن. عرض حضورتان، به تازگی خود اطلاعات و اطلاعات سپاه و سرکوبگران را به این نتیجه رسیدن، اصلا فارسی نوشتنشون، عرض حضورتان، فکر نکنید من دارم دروغ میخونم یا مسخره میکنم، بذارید اصلا عکسشم بنویسم اینجا، این select all، نمیدونم حالا این نوشته پیدا بشه یا نه چون با قرمز هست، ولی دیگه حالا ما سعی خودمون رو میکنیم، ما فکر میکنیم که پیدا میشه. خب بله، عرض حضورتان، به تازگی خود اطلاعات و اطلاعات سپاه، یعنی دو تا اطلاعات داریم، یکی مال دولت، یکی مال سپاه، و سرکوبگران را به این نتیجه رسیدن که هرگاه از که هر از گاه یکی مانند مرحوم افکاری را رسانه‌ای کنند و سپس اعدام و بعد از آن در قالب وطن پرستان فراخوانی می‌دهند که فلان تاریخ مردم برای ابراز ناراحتی و خشم خود بر سر مزار آن مرحوم جمع گردند و شعار ضد ولایت فقیه دهند، و از طرف ده‌ها شاید هم صدها دوربین چهره تک تک هممیهنان را ضبط و تمام اطلاعات شخص و آدرس را به دست میارن و در صورت لزوم سراغ آنها میروند و با اعدام و گرفتن اعترافاتی ساختگی، چون افکاری ها خب اول باید اعتراف بگیرن بعد اعدام کنن، بعد از اعتراف کنن. خلاصه دوستان براتون بگم که این نوشته ها، خود من یه دفعه همینو گفتم بابا شما که میان، ای کاش شاه هم این کارو میکرد، میذاشت مردم بیان تو خیابون تو تاکسی صحبت کنن، تا شما طرز فکر افراد مختلف رو با میشناختی، باهاشون آشنا بودی، اگه میمدن در خونتون در میزدن میگفتن آقا کی مخالف شاهه، تو میگفتی اون معرفی میکردی، ولی مخفیانه و زیرزمینی نبود. حالا حکومت آخوندا در 40 سال گذشته این کار رو انجام دادن، شما تو تاکسی بدونی که طرف رو بشناسی شروع میکنی حرف زدن، طرف از جلو خونت سوارت کرده، دم محل کارت هم پیادت میکنه، قشنگ همه چیزها رو میگی. این روزا که ممکنه یه میکروفون انقدی هم روشن باشه ضبط کنه، یه دوربین انقدی هم این بالا داشته باشه ضبط کنه. این یه قسمتش درست، ولی یه قسمتش که مردم رو بترسونیم به دلیل این هیچ جا نرید و اینها، اون دیگه من نمیدونم چه باید کرد و چه گفت. و بیایم ببینید چیه. اگر میشه در مورد فوت آقای داغر ویسه هم صحبت کنید، خیلی جوان بود. چند سالش بود آقای ویسه که شما میگید خیلی جوان بود؟ میدونید که همه چی تو زندگی نسبیه. آقای ویسه به نسبت پدر من 4 سالم دیرتر فوت شد. پدر بنده 67 سالگی فوت شده، آقای ویسه 71 سالگی. ممکنه مثلا پدر بزرگ شما 90 و چند سالش باشه هنوزم زنده باشه. به من بگید چرا به بعضی ها میگیم این جوان فوت شد، این پیر شد؟ ضمناً هفته گذشته من در این مورد صحبت کردم و خوبه که تا اونجایی که میدونیم صحبت کنیم. آقا بنده یکی از دوستان مشترکمون که برنامه داشت توی اون تلویزیون به من تماس گرفت و گفت که خبر داری که داور فوت شد؟ گفتم نه. بعد این ور اون ور نگاه کردم، دیدم روی وبسایت خودش نوشته نمیدونم بزرگ مرد رهبر آزادگان زرتشت، صحرای کربلای زرتشت فوت شد و فلان اینا، ما اومدیم همینو گفتیم. بعد ویدیوهای مختلفی دیدم از دیگران که آمدن بیشتر توضیح دادن. آقای پیروزمند رو دیدیم که درست میگم، از بس اسمارم عوض میکنیم یادمون میره که کی هست، آقای محبی، پیروز محبی رو دیدم که نوشته بود من مطمئنم به داور یک چیز اتمی دادن کشتنش. بعدن معلوم شد که داور 6 ماه بوده که کبدش یا جیگر سرطان داشته، توی بیمارستانهای خوب اینجا بوده و جمعه 2 هفته پیش فوت شده، ولی خانوادش هم همش اینجا نیستن، فکر کنم خواهرش و شوهر خواهرش اینجا باشن، برادرش و اینا جای دیگه هستن، چون داور سالی 2 روز یا 3 روز میرفت
که همون به اصطلاح با اینها باشه. بله، میگه پدر من 59 سالگی فوت شد، میگفتیم پیر بود. آقای اکبری صبر کن، من 2 سال بود که اومده بودم اینجا، یه دکتری بود خدا رحمتش کن، دکتر نوید، اونم فوت شد. ما پدرد میگرفتیم و اینها، رفتیم بهش گفتیم که آقا، چون ویرجینیا رطوبت داره مثل شمال ایرانه، گفتیم که آقا اینجوری بدنمون درد میکنه و اینا. گفت آقای سربی، خب دیگه آدم پا به سن که میذاره این دردها هم میاد. من اول فکر کردم شوخی میکنه، بعد گفت نه جدی میگم، من 30 سالم بود دکتر نوید بهم گفت آقا پیر شدی، سال 86 87 گفت پیر شدی. حالا دوستمون آقای زمانیان میگه داور 71 ساله جوون بود، آقا 71 سالش بود، عکسی رو که میذاشت مال سالها پیش بود، همون عکس ریشش رو رنگ کرده بود، موهاش رو رنگ کرده بود و دیگه حالا هرچی بود، ایشون فوت شده. اگر شما یا دیگران طرفدار ایشون بودید، دنبال افکارش بودید و اینا، خب شما الان باید بیشتر از من بدونی، شما باید وبسایتش رو دنبال میکردی، شما باید تماس میگرفتی، چون دیدم وبسایت گذاشته برای تسلیت به این آدرس ایمیل بزنید، برای همکاری به اون، و دیدم ویدیوهای تکراریش رو دارن نشون میدن. در صورت ممنون و متشکرم. دوست عزیز من گفت تا هستم ای رفی ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. آقای گلپا یه شعر بسیار قشنگی خون، نمیدونم شعرش مال کیه، چون ما متاسفانه خواننده رو میشناسیم، مثل سینما که فقط هنرپیشه رو میشناسیم و هنرپیشه رو احترام میذاریم، کارگردان و تهیه کننده و اینها رو کاری نداریم، خوانندگی هم اونی که موسیقی کار میکنه، اونی که شعر میگه کاری نداریم، فقط چیز رو اتفاقا دیدم آقای ناصر چشمازر 2 سال پیش فوت شده، من امروز فهمیدم، چون 2 سال پیش اینجا با کنسرت گوگوش و شمایزاده دیدمش. بمانه یه شعری خونده، میگه که دستای گل بر مزار من چه سود، تا هستم یه شاخ گل برم بیار. والا دیدیم این روزا برای اینا که فوت میشن چه دست گلهایی میارن و اینها. در صورت ما اینجا که نشستیم تا هستیم، شما میبینید آمریکایی‌ها میگن تا چشمتون میبینه دلتونم یادش هست. وقتی که از دیده رفت، فارسی هم داریم، هر آن کس که از دیده رفت از دل برفت، یه چیز اینجوری. خیلی ممنون. این ماجرای آقای اکبری و آقای زمانیان و اینها، ولی ما با این نوشته ها بچسبیم و جدا نشیم. نظر شما در رابطه با نوید افکاری اعدامش چیه؟ آیا حکومت به بنبست رسیده؟ تقلا میکنه؟ چون این جدیدن ویدیوهای آقای روحانی رو تماشا کنید، مثل که این یا یه مواد چیزی میکشه یا اینکه اصلا در عالم هپروت به سر میبره. شنیدم که اینا خیلی میرن کوهنوردی، وقتی میری کوه میری بالا اکسیژن بدنت کم میشه، ولی نمیدونم این حالت مال خولیا و این چیزایی که این میگه وضع اقتصادی بهتر از تیر و مرداد سال قبل هست و اینا از کجا میاد. امروز 28 شهریور 1399 هست، این رو هم یه جایی نوشته بودم ولی رفت. خب اونایی که دقت نمیکنن و اعتراض میکنن به ولی فقیه، یادتون باشه ما دوره شاه هم ولی داشتیم، همون آقای شاه بود، سایه خدا بود. حالا اون شاید هم جلو مردم نمیگفته فقیه هست، ولی ادعای فقیه بودن رو در تمام رشته ها داشت. حالا از اون طرف ما ولی عهد هم داشتیم. هیچ کدومتون میدونید کی بود؟ همین ولی عهد، اصلا اسمش ولی عهد بود. خیلی ها آقای این رضا کوتوله تنبل ولی عهد من و شما بود. از اون جالبتر اینه که ایشون ریاست انجمن ملی خانه های فرهنگ روستایی رو هم انتخاب شده بودن. من دلم میخواد ماها که ایراد میگیریم میگیم سازمان مجاهدین انتخابات نداره و فلان اینا، ببینیم انتخابات زمان شاه چی بوده، چه کسی انتخاب کرده.
بعد شما این نوشته رو بخونید، بالاش نوشته به فرمان شاهنشاه آریامه، بعد نوشته والا حضرت ولی عهد به ریاست انجمن ملی خانه های فرهنگ روستایی انتخاب شدند. چقدر قشنگ سیستم پادشاهی رو به من و شما نشون میده که آقا اون موقع انتخابات هیچ چیزی نبود بجز انتصابات فرمانی. ببینید به دلیل نوشته خودشون، بالاش نوشته به فرمان، پایینش نوشته انتخاب شده. از این مسخره تر این عکسی رو که گذاشتن دیگه مثل فیسبوک نیست که من عکس موقعی که رفتم مدرسه بیارم بذارم اینجا. این عکس رو روزنامه نگارا لابد عکس جدید، عکس بروز ولیعهد گذاشتن. ببینید یه بچه‌ای به این سن و سال، این چقدر بوده؟ 10 سالش بوده، 9 سالش بوده، 11 سالش بوده، 12 سالش بوده، این رو گذاشتن ریاست انجمن ملی خانه های فرهنگ روستایی، نه که بگن رئیس کتابخونه فلان پارک. بابا جون، دوستان، همین قبل از این برنامه با همشهری خودم آقای پدرام طنازی صحبت کردم، آقای اکبری بعد میذارم روی یوتیوب حتما نگاه کن ببین این نسل ما بعد ما چی فکر میکنه. اینایی که این فکر میکنن دوره شاه بهشت برین بود، نبود والا بلا. اگه بابای شما آدم خوبی باشه، مادرت باید دیوانه باشه که ازش طلاق بگیره بره بشه زن یه چاقوکش لات، که اون مرد لات مست کنه، عرق بخوره، دوا بکشه، بیاد به شما هم تجاوز کنه. اول اون پدره بد میشه، مادره دیگه خوب چی میگن به اینجاش میرسه، طلاق میگیره به یه امیدی که برای شما و خودش بهتر باشه، میره زنی یکی دیگه میشه. حالا اون دومی بدتر از قبلیه، بله کفندوز دومی، اون وقت برمیگردن میگن صد رحمت به کفندوز اولی. ولی کفندوزی کلن بده، اشکال داره. حالا آقای عباس سعیدی میاد میگه که بعد از این همه مطالعه، بعد از این همه که رفته به اصطلاح ماتریالیسم خونده، جهان بینی های مختلف خونده، میگه من به این نتیجه رسیدم که نظام پادشاهی بهتره. چرا؟ مقایسهش میکنه با این آخونده که آقا تو اون نظام آزادی اجتماعی داشتی، اقلا آزادی سیاسی نداشتی. ولی نمیگه که من این آخونده رو مقایسه کنم با حکومت آلمان، با حکومت نمیدونم آمریکا، با حکومت آمریکا، نه حکومت آمریکا میدونید که تازه چیزای اومد بیرون که این ترامپ میخواسته مردمی رو که آمده بودن خیلی پیسفول، یعنی خیلی چی میگن متمدنانه اعتصاب که نه تظاهرات کنن، اینا رو گفته بودن با هیت ری، یعنی موج گرما، یک دستگاهی هست موج گرما یا صداهایی که شما ممکنه گوشتون رو پاره کنه، پرده خون، پرده گوشتون خون بیاد ولی صدایی نشنفی از لحاظ چیز. در صورت این داره میبرد به طرف دیکتاتوری. ببخشید اگه من مثال حکومت آمریکا رو زدم، حکومت نسبی آمریکا در 250 سال گذشته رو میگم. ضمن این که باز دوستان یادتون باشه، اونایی که نشستید امید دارید که ریپابلیکن ها دوباره انتخاب بشن، که این مرده که ریپابلیکن هم نیست، این دروغگوه و بیاتو بزنه و قلع و غم کنه. یه حساب سرانگشتی، انگشت دارید، طرف شمرد شمرد شمرد، دستش تو جیبش بود، گفت 11، امیدوارم دستتون تو جیبتون نباشه، بیرون باشه بشمارید. از اولی که انقلاب شد 4 سال ریگان، دوباره 4 سال ریگان، پس می‌نویسیم 8 سال ریگان. ریگان کی بود دوستان؟ ریپابلیکن بود، آدم تندروی هم بود، اوکی؟ بعدش 4 سال معاونش پدر جورج بوش، بوش بزرگ، پس بنویسیم 4 سال هم باز بوش. بعدش 8 سال کلینتون، درسته؟ بعد از کلینتون دوباره 8 سال جورج بوش، 8 سال بنویسم بوش کوچولو، بعد اوباما، حالا 4 سال ترامپ. یک کسی برای من عددا رو جمع کنه. ریپابلیکن ها 8 سال با 4 سال 12 سال، با 8 سال 20 سال، با 4 سال هم ترامپ 24 سال
از 40 سال یا 42 سال 24 سالش دوستان ریپابلیکن ها در وایت هاوس بودن و حکومت ایران به اینجا رسیده و نفت به گالونی زیر 2 دلار رسیده. پریروز من پنسیلوانیا بودم 1.80، 4 لیتر بنزین 1.80. آقای عطابکی دیدم راجع به اوپک صحبت میکرد، میگفت که شاه اوپک رو تأسیس کرد. والا اگه شاه اوپک رو تأسیس کرد، چرا تو کشور عراق و چرا 5 تا کشور به عنوان مؤسسین نامگذاری شدن؟ بعد آقای عطابکی از خودت سوال کن، شما اگه به پادشاهی باور داری، شاه چه کاره بود؟ چرا وزیر نفت نباید یه همچه اقدامی میکرد؟ همون کارا رو کرد که به اینجا رسید. تازه حالا اوپک چه کار کرد و اوپک با ایران چه کار کرد؟ اوپک با هم قرار میذارن تولید رو بیارن پایین که قیمت بره بالا، میان بیرون زنگ میزنه میگه آقا من به شما نفت میدم، عربستان سعودی دیگران این کارو میکنه. در صورت کار خیلی خرابه. خانم شیرازی من از شما ممنونم، نوشته های شما خیلی میخونم و اینها و استفاده میکنم، و اگر دوست داشتید یه وقت مهمون ما باشید تا با شما هم صحبتی داشته باشید. بله، آقای زمانیان میگه من هم فیلتر شکن میخرم. بیشتر این فیلتر شکن ها رو آقازاده ها، انگلزاده ها میفروشن، باباشون از اون ور قانون میذارن که فلان وبسایت، فیسبوک، نمیدونم این فیلتر باشه، از اون ور فیلتر شکن به شما میفروشن. ببینید، خب این مردم باید یه کاری انجام بدن، باید مثلا فیلتر شکن نخرن که رو دست اینا بمونه یه هفته بیام تو خیابون. اونایی که مثلا میگن افکاری اینجوری اونجوری، کدام آگهی رو شما دیدید در رابطه با افکاری، آقای نوید افکاری، که نوشته باشه بیاین جلو زندان عادل‌آباد شیراز و ببینید که مثلا از جاده، از فلکه یا فلکه فرودگاه قدیم تا عادل‌آباد مردم نشسته باشن اصلا اون جاده رو بند بیارن؟ هیچی ندیدیم، همشون یه چیزای کلیشه‌ای و یه ادم این وسط نون میخورن، از خانم مسیح علی نژاد گرفته تا دیگران که برنامه میذارن، اینا از این راه نون میخورن. شما به ندرت کسی رو پیدا کنی که تو تلویزیون باشه و بیاد بگه به تلویزیون ها خیلی اهمیت ندین، اینا رو خیلی باور نکنید، و بیاد به شما بگه. از خودتون سوال کنید، آقای زمانیان الان اگه یه کاری داشت اینجا نمیشناست، اکبری اگه قرار بود بره مثلا با دخترش یه نمایشی ببینه اینجا نمیشنست، از بیکاری میشینید تلویزیون نگاه میکنید. و کجای دنیا قرار شده از بیکاری شما یه چیزی رو حاصلش رو دریافت کنید و نتیجه ببرید و پیروز بشید و نمیدونم happily ever after. اینایی که ازدواج میکنن بهشون میگن که امیدواریم بعد از این با خوشی سلامت و چیز زندگی کنید. در هر صورت مشکل ما اینه که از اون ور تلویزیون های ایرانی آمدن با این وعده و وعیدها، از اون ور جنبش ها و یکی دوتا سبز شد، جنبش براندازی نمیدونم آقایون تبعیدی. دیروز با یه دوست قدیمی از شیراز صحبت میکردم که الان سوئد هستن، این احمد آقای ما، بهش گفتم که شهرام همایون رو میبینی؟ و ها گفت کنگرلو. گفتم کدوم کنگرلو؟ علم شیروان من ارادت دارم بهش، گوینده خوبی بود و اینها، تو همه ویژین هم هست. گفت نه، اون آقای اللهیار کنگرلو. گفتم که نه، یکی دو تا از برنامه های قدیمش و قغنوس مغنوس و اینا رو نگاه کردم، دیدم مزخرف میگه و نگاه نمی کنم. گفت آره بابا اینا دولت در تبعید. گفتم همینجا وایس. تبعید یعنی چی؟ گو یعنی یه نفر رو به زور بفرستن یه جای بد آب و هوا. گفتم اگر من و شما و شهرام همایون بیایم بگیم آخوند ما رو به دلیل مخالفت تبعید کرده، شما رو به سوئد، من رو به آمریکا واشنگتن و اون رو به آمریکا کالیفرنیا، فردا در ایران چه اتفاق میفته؟ گفت آقا همه میان تو خیابون میگن ما رو هم تبعید کنید. گفتم خب کسی که میاد یه شرکت واز میکنه، یه اداره واز میکنه، اسمش رو غلط میذاره، شما میدونید اینجا بهتون میگن وقتی میخواید بیزینس باز کنید اسم شما گویای اون کاری باشه که انجام میدید، یه اسمی نذارید که طرف تازه اسمه رو که میخونه بگه خب حالا این چی کار میکنه. میدونید؟ بگذارید،
گفتم اون یکی دیگه اومده گفت گذاشته دولت گذار. گذار از چی به چی؟ اینا آیا صلاحیت اون کار رو دارن؟ بچه آیت الله شریعت مداری که خود شریعت مداری پای گذار این ماجراهاست، با شاه بوده بعدم با این خمینی بود تا موقعی که کله پاش کردن، این میخواد برای شما گذار کنه؟ مثل که یک کسی بیاد یک کشتی سوراخی رو به شما نشون بده، خودش هم بیرون وایساده باشه تو خشکی به شما بگه پول به من بدید سوار این کشتی بشید از این رودخونه برید اون بر. شما یه نگاه به خودت میکنی، یه نگاه به اون میکنی و بهش میگی مردک تو فکر کردی من دیوونه هستم؟ اونو که باید پول بدی، اونو که باید سوار بشی انجام نمیدی، ولی تلویزیون ها چون پولی نیست و چیه خودت میگی، میگی بذار ببینم حالا این چه مزخرفی میگه. دوستان این برنامه رو با دوستانتون. خانم شیرازی میگی من نمیفهمم که چرا مردم نمیخوان حقیقت رو، این نمیخوان من فکر کردم نوشتید نمیخندن. بله کاکو، ما از آزادی زبان و بیان برنامه لذت میبریم که اینجا نشستیم. خیلی ممنون، منم از شما ممنونم، ولی اگه نگاه کنی پشت سرش حقیقتا من دست و پای شما رو بستم به اون صندلی به خاطری که اینقدر دارم حقیقت میگم، برای که اونای دیگه هیچی حقیقت نمیگن، اونای دیگه این کرکره رو میزنه بالا و خودش میگه. آقای شهرام همایون میگه من از این کاغذ سفید امروز میتونم 10,000 دلار بسازم. این کاغذی که رفتم کار کردم ساعت 15 دلار، ما یه وقت ساعت 135 دلار میگیریم، یه وقت ساعت 15 دلار میگیریم، ولی افتخار میکنم. یه نفر برای من نوشته بود اینترنشنال، ایران اینترنشنال استخدام میکنه، براش گفتم این کارش، این چیزی که شما به من میگی خیلی احمقانه است که برای من تو صفحه خصوصی من به من مینویسی. من اگه میخواستم استخدام اینترنشنال و وایس آف امریکا و بی بی سی باشم که نمیبدم اولین تلویزیون اینترنتی رو 17 سال پیش وقتی که دانشم اینقدر بود راجع به این را بندازم و اینجوری مستقل وایسم و به دیگران هم بگم وقتی میاین اینجا به فکر این باشین که خودتون تلویزیون خودتون را بندازید. سوال کنید از همین آقای نیساری، سوال کنید از آقای آبتین، سوال کنید از دیگران. بهشون میگم من چون تو تلویزیونای کار کردم که ویدیوهای من، برنامه‌های من رو برداشتن و ندادن، هر کی میاد اینجا میگم آقا این ویدیو مال تو، لینکشو میذارم برو استفاده کن، جاهای دیگه پخش کن. و اگه خواستی هم تلویزیون خودت را بندازی من کمکت میکنم. یه دوستی داریم هی میاد هی میگه آقا من میخوام برنامه بذارم، میگم خب بذار، دوباره میره سه هفته دیگه. اون روز بهش گفتم آقا شما چی میخوای از جون من؟ شما میخوای فیسبوک مثلا برنامه بذاری؟ تلفن تو درا، اینو بزن وایس برنامه بذار. و منم از این ور نگاه میکنم برات مینویسم که الان چه پیرنی پوشیدی، چه لباس تنته، چه عینکی زدی. ولی یادت باشه یه نفر نگات میکنه، اینم خود من که بهت گفتم. حالا شما اگه خواستی نمیدونم 12,000 نفر، 14,000 نفر، آقا ما توی فرمی برامون نوشته 617,000 بازدید کننده داشتیم که خود من شک میکنم به این اعداد و ارقام فیسبوک، ولی مسیح علی نژاد نیستم که بیام بنویسم 250,000 نفر آمدن آزادی یواشکی، پس شما فلان کنید بیسار کنید. میگم این عددا ممکنه اشتباه باشه، تازه اگه درست باشه سوربی. تو اگه میگی 617,000 بیننده داری، 617,000 بازدید کننده داری، بهشون بگو هر کدومتون یه دلار برای من بفرست، ببین چند نفر میفرستن. آقای هوشنگ شیرازی، بچه لب او، ممنونم که وقتی من نوشتم حمایت کنید شما و چند تا از دوستان حمایت کردین اون بیمارستان رو، و اگه دوست داشتید حمایت کنید تلویزیون مردم رو تا همین آنتن کوچولو و همین اینجا بهش میگن پلتفرم، همین سکوی ارتباطی باز باشه تا دیگران هم بتونن بیان حرف بزنن. طرف بیاد حرف بزنه، ممکنه یکی بهش زنگ بزنه بگه آقا من میخوام برات تلویزیون درست کنم. یکی به یه نفر گفته بود چرا میری تلویزیون مردم؟ گفتم بهش بگو تو از کجا فهمیدی من تلویزیون مردمم؟ گفت پرسیدم. گفتم چه جوابی داد؟ گفته برای که من نگاه میکنم. بهش بگو احمق چون تو نگاه میکنی من اومدم اونجا. خیلی ها اصلا ملت عجیبی هستیم. یه جوک براتون بگم شاید بد باشه، یه فیلمی رو سالها پیش میدیدم، یکی نشون داد و دوستش رفت گفت که رفته بودن یه جایی اینا غریب بودن، گفت که ببخشید، گفت بلند شو بیا بریم فاحشه خونه. گفت نه آقا میبیننمون زشته. گفت چی میبینتت؟
اینایی که اونجا فاحشه هستن که فاحشه هستن، مشخصا منتظره. مثلا شوهر خواهرت میبینت، یا چی بگم، یکی دیگه بگی، شوهر عمت میبینت، اونا باید خجالت بکشن. اینم ماجرای تلویزیون مردمه. حالا ببین، شما اگه تونستی یک کسی پیدا کنی تو تلویزیون ها که بیاد اینجوری برای شما توضیح بده، بعد بهش میگم، بهش میگم آقا به نظر شما تلویزیون مردم نرم کجا برم؟ میگه برو تلویزیون اندیشه، پشم و درخت و ریشه، تیشه تیشه تیشه. آقا ساعت 800 دلار، 400 دلار، 300 دلار از من میخوان، تو حاضری چند کمک کنی؟ خندید، طرف انقدر خندید، گفت آقا من این میپرسم ازشون. گفتم برو. یه کسی اومده بود، یه آقای بود به نام قلابی کاویانی زنگ میزد و اینا، با آقای عزیزان تماس گرفت. بعد آقای عزیزان به من زنگ زد، گفت آقا یکی اومده به من گفته برو تلویزیون بهبهانی. گفتم برو، گفتم برو. هفته اول که رفت اومد، گفت آقا عجب مادر قهوه های هستن اینا. بله آقای بهبهانی، آقای عزیزان گفت، گفت عجب مادر قهوه های هستن، چون به طرف میگن بیا، وقتی اومد بعدن میخوان گوش رو برن. ولی ما اینجا نرخ گذاشتیم از سال 2006 تا حالا، نوشتیم آقا 2 ساعت برنامه زنده میخوای 100 دلار، برنامه بازپخش میخوای 20 دلار، برنامه فلان میخوای اینقدر، آگهی میخوای 3 دلار. اینم برای که یاد بدیم به دوستان از مفتخوری که تو این دام افتادن بیان بیرون. برق مجانی، اتوبوس مجانی، نمیدونم خانه نخرید، ما شما را صاحب خانه میکنیم. بیان بیرون یاد بگیره، اگه بابات مرده، اگه میخوای بری چاپ خونه آگهی چاپ کنی، بعد باز زرشک سیرشک هر چی شما میگین بخری، به داداشت به دوستش یه پولی بدی، اینا رو بچسبون رو در دیوار، هر کی هم رد میشه فوش به خودت و بابات میده. ولی تلویزیون مردم میگه بیا اینجا با یه نرخ خیلی کمی حرف بزن. به این دوستمون گفتم، بهش بگو آقا من ماهی 1 ساعت میخوام برنامه بذارم، باقیه این 30 روز و 1 ساعت تلویزیون مردم آزاد، شما بیان حرف بزنین. کوفتی ها معمولا هم مجاهدین هستن و شاه اللهی. دوستان، شاه اللهی رو با طرفدار پادشاهی اشتباه نگیرید. شما حق دارید طرفدار پادشاهی باشید، چون ممکنه تو مغزتون پادشاهی سوئد و نمیدونم کشورهای اسکاندیناوی و نمیدونم انگلستان و اینا باشه، ولی شاه اللهی هیچ تفاوتی با حزب اللهی نداره. اگه خواستید در این مقام صحبت میکنیم. گرامی، در برنامه شما کامنت نویسا آزادی دارن، چون فوش نمیخوریم از پادشاهی خواهان. بله، نه اونا میان یه چیزایی مینویسن، من بعض وقتا میگم ورش دارید و الا من پاکش میکنم. یعنی بهشون میگم آقا تو این چیزی که نوشتی، یا خانم این چیزی که نوشتی درست نیست، بیا نظرتو بگو. بگو سوربی اشتباه میکنه، میگه 2-2 تا 4 تا غلطه. ما در زمان شاه 2-2 تا رو میکردیم 16 تا، در زمان آخوندام 2-2 تا رو میکنیم 64. بعد مردم نگاه میکنن میگن بابا سوربی درست گفت، 2-2 تا 4 تا میشه، این دیوان است. ولی عهد ریاست انجمن ملی خانه های فرهنگ روستایی انتخاب شده. شما اینو داشته باش. من اینه که فرستادم، بعد یه خبری به دستم رسید که راجع به آقای احمد علی مسعود انصاری بود، و اونم اگه براتون پیدا کنم نشون میدم. لایف شو آقای انصاری کجا هست؟ از خودم به خودم فرستادم. بله، حالا اینو براتون میخونم بعدن. آقای انصاری عکساش موقعی که پدرش سفیر بوده این ور اونور میرفته گذاشته، و حتی یه عکسی گذاشته، یه جایی نوشته در سن 12 سالگی در مجلس مثلا فلان، که من امروز برایشون نوشتم من امروز هم درباره شاه صحبت میکنم، هم درباره ولیعهد صحبت میکنم، هم درباره شما. خب مملکتی که ولیعهدش اینها، پلیر شماره 2 به فرمان شاهنشاه انتخاب میشه برای ریاست انجمن ملی خانه های فرهنگ روستایی، خب شما هم که 12 سالت بوده باید میبردن تو اون جلسات و لابد تصمیم بگیرن برای ایران. و حالا آقای انصاری یکی از اونایی که میاد میگه من چون خودم جزو اونا بودم متوجه نمیشدم که چه به اصطلاح مشکلی هست و چگونه اصلا سیستم غلط بوده و غلط کار میکرده. حالا بذارید ببینم اینجا میتونم پیداش کنم.
این عکس آقای انصاری رو نشون میده و دیگران، ولی کلا اینه یه جلسه ایشون 12 سالش بوده. آقا درسته اینجا هم یه روزایی هست بچه هاشون رو میبرن سر کار، خود منم پسرم رو بردم یه دفعه سر کار، از که اومدیم گفتم بابا حالا بریم برات شام بگیرم یا بستنی، گفت بابا من این رادیو خاموش کن، نه بستنی میخوام نه شام میخوام، منو فقط ببر خونه میخوام استراحت کنم یه روز. البته ناگفته نماند، شما وقتی یک کاری رو هر روز انجام میدید، خب معلومه دخترتون اگه پسرتون رو ببرید اون یه روز اون کار انجام بده، برای اون خیلی مشکله، خیلی سخته. شما فکر نکنید که شاخ غول رو شکستید و اونا نمیتونن این کار رو انجام بدن. بله همون داستان کنیزک و بهرام گور و اینا رو شما اگه یادتون باشه میدونید. دوستان من اون روز تو برنامه ها گفتم که آقای ضیاء آتابای درباره داور، اون گفته بود که داور بسیجی بود و کمیته توی کمیته بود و اینها و گویا نزدیک خونه اونها. بعد یه نفر به من گفت که از ماجرای کشته شدن پسرش چه میدانید؟ من نمیدونم دوستان، بارها به شما گفتم در بیخبری ای دوست صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از پسر ضیاء، من بیخبر از خیشم. باور کنید دوستان، شما این روزا دسترسیتون به اطلاعات بیشتر از ما هست. چرا؟ چون ما به خاطر همین برنامه یه ساعت دو ساعت و بعد برنامه دادن به دیگران چند ساعت مشغول هستیم. شما تو اون چند ساعت میتونید سریعترین خبرها رو از جاهای مختلف بگیرید و این روزا دیگه احتیاجی نیست از سربی سوال کنید، برید بزنید با فارسی بنویسید پسر آتابای در نمیدونم منازعه کشته شد فلان، براتون مینویسه. ولی اون چیزی که من میدونم تو ایران تو اینجا اینجوریه، از اون آقای رافی خاچاتوریان بگی که یه چشمشو از دست داد، از آقای دکتر ناصر منقطع یا قاتل منقطع انقطاع بگیر که یه جایی بهش حمله کرده بودن و این میگفت که طرفداران جمهوری اسلامی زدنش، از این بیبانی معتاد بگیر که میگفت رفتم سوپرمارکت یه مجاهد اومده بهش حمله کرده، و ضیاء هم تا اونجایی که من میدونم نوشته بودن در دعوا یه نفر چاقو زده، حالا این جوونی بوده مثل خودش چاقو زده و اینها، من نمیدونم، اگه کسی بهتر میدونه اینجا بنویسه، من از نوشته اون دوستمون میخونم همونو به اصطلاح به استناد اون منتقل میکنم. اینم از این. و یکی دیگه از من پرسید آقا تا اونجایی که ما میدونستیم آقای عطابکی مسیحی شده بود، حالا چرا میگی من زرتشتی ام؟ گفتم والا من نه مسیحی شدنش رو خبر دارم، نه زن پسر ضیاء آتابای دختر عارف خواننده بود. حالا میدونید که دختر عارف که شوهر کرده بود به کوروس، نه، و عارف میگفت هر جا میرم میگن که بله ما میدونیم اندی و کوروس شوهر دخترتونن، گفتیم بابا دوتاشون شوهر دخترش نیستن فقط یکیشن، نمیدونم لابد دختر دیگه هم داره. زن پسر ضیاء آتابای دختر عارف خواننده بود، نمیدونم. ممنونم از سعید عزیز و گرامی که نوشته قتل وحشتناک و دردناک پسر ضیاء آتابای، خیلی ممنون. این از روی اینترنت گذاشته، پس منم اینجا بهتون نشون میدم، میخونم و ببینیم که چیزی بیشتر از اون چیزی که میدونیم هست یا نه، آیا ایشونم به اصطلاح این رو هم از انتخاب نمیدونم چی، من نمیدونم اینا کرم دارن اینجوری می نویسن اختر نیوز، او ببخشید این خانم اختر قاسمیه، ولی من نمیدونم چرا اینا. آقا مگه خانم، مگه هدفتون از لوگو این نیست که مردم بتونن بخونن چیه؟ این چیه دوستان؟ من اینو به شما نشون میدم، در وهله اول که من اینو میبینم من یه قلمی میبینم، این قلم های قدیمی یادتونه فشارش میدادی یه مرکب میمن، بعد این چیه آخه؟ بعد از انگلیسی بالاش میخونم اختر نیوز، و خیلی از این اسما اینجوریه، یه تالوهای زیادی هم هست، این شعرهایی که خطاتا مینویسن ببخشید نقطه یه رو میکنه نمیدونم تو کونه ب نقطه ب رو میکنه بالای ت، بعد شما الا این که شعره رو بدونی تا بفهمی این چیه، یعنی این هنرمند وقت شما رو تلف کرده، نتونسته چیزی رو که نمیدونید بهتون منتقل کنه. حالا شما برید ساین تلویزیون مردم هم بنویسید، نشته مردم تیوی، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم، تلویزیون مردم، نمیدونید.
نیش قلم، بله این نیش قلم بود. خب قتل وحشتناک و دردناک پسر زیا آتابای در آمریکا. من اینو براتون صفحهش اندازه کنم که با صفحه ما جور بشه و بتونم براتون بخونم. کمرای دو و بزن بریم. امروز با آقای امیرحسین لادن هستیم، راجع به مقاله‌ای که درباره کتاب ریاضی ایران نوشتن و یک دو قسمت داره مقالهشون. اون رو هم من مقاله رو براتون میذارم، شما هم میتونید در برنامه اگر پرسشی، سوالی، نظری، منظوری دارید مطرح کنید. قتل وحشتناک و دردناک پسر زیا آتابای در آمریکا. آرتیکاس آتابای، پسر زیا آتابای، خواننده معروف جمعه شب گذشته توسط فردی ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسید. او پسر زیا آتابای خواننده معروف بود. خب این جمله اولش خیلی احمقانه، وقتی که بالا اینو نوشته دوباره اینو نوشته. زیا بنیانگذار اولین تلویزیون سیاسی ایران بود که از طریق ماهواره در سراسر جهان پخش می شود. همسر آرتیکاس آتابای سابرینا عارف، دختر عارف خواننده معروفی است که او هم چندی پیش پسر 40 ساله خود را از دست داد. آقای عارف هم می دونید که اینجا خانمش رو که دکتر بود طلاق داد و رفت دبی و اینجاها ازدواج کرد. خودش هم آمد گفت من خواننده هستم، خسته هستم، میرم خونه، خانمم هم دکتر خسته است. من گفتم اینجوری نمیتونیم زندگی کنیم. زنشم خواهر آقای دکتر اکبر قهاری بود، خیلی هم پولدار هستن و اینها. بگذاریم، در اصل خب اینا هم تو همون رفت و آمدایی که دارن همدیگر رو میشناسن و آشنا میشن و اینها، و در صورت ازدواجاشون هم همین جوریه. هنرپیشه‌های آمریکایی، خواننده آمریکایی هم بیشتر همین جوریه. خلاصه میگه که طبق خبرهای غیر رسمی آرتیکاس در خانه خود به قتل رسیده است. نادر رفیعی مدیر شبکه امید ایران تلاش کرد تا در برنامه امشب خود با زیا آتابای تلفنی در این باره گفتگو کند، اما زیا آتابای آنچنان متأثر بود که فقط با بغض و گریه می گفت من از هیچ چی خبر ندارم و امیدوارم چنین چیزی نصیب هیچ پدری نشود. بله من هم امیدوارم هیچ به اصطلاح پدر و مادری داغ عزیزشون رو نبینند. اختر نیوز، خانم اختر قاسمی توی اروپا، با قلبی پر از غم و اندوه این سوگ را به زیا آتابای، هنرمند مردمی و عزیز ما که چندین دهه از زندگیش را در راه آزادی ایران گذاشته تسلیت میگوید و برای زیا و خانواده عزیزش آرزوی بردباری و شکیبایی و سلامتی دارد. پس همین، فعلا معلوم نیست. بابای شخصی که به قتل رسیده میگه من هیچی نمیدونم. شما میدونی بعضی وقتا وقتی چیزی میدونن پلیس بهشون میگه شما اینو نگید و ما صبر میکنیم یه چیزایی رو نگیم، چون فقط اونی که کشته شده میدونسته و اونی که کشتتش، پس صبر کنید و نگید. بعضی وقتا بهتره که واقعا یه کمی خیلی فضولی نکنیم. میدونم ذات بشر دنبال اخباره، مخصوصا اخبارای بد. اصلا اخبار خوب که ما نداریم که، همش خبر بده. من بارها مثال زدم، من اگه امروز دوربینو بردارم برم تلویزیون، برم فرودگاه اینجا بشینم و هی بگم فرودگاه نمیدونم از تگزاس هواپیما اومد سالم نشست، مبارکه اون اومد، شما میگید سربی دیوونه شده. ولی اگه یه هواپیما بیفته من برسم اونجا بهتون نشون بدم هنوز داده دود بلند میشه ازش، شما میگید آخ عجب خبرنگار خوبیه، در صورتی که دارم خبر بد رو به شما منتقل میکنم. این ذات بشر. و اما کامران عطاوکی مسیحی هست یا زرتشتی، من نمیدونم. هیچ وقت من از کسی نمیپرسم و هیچ وقت من ندیدم تبلیغ کنه آقای عطاوکی. ولی یه بار این علی سرشار رفته بود به اصطلاح مراسم دفن مادر عطاوکی و با مسخره و خنده برای دیگران تعریف میکرد توی جمعی که این ایرانی‌ها از بس همه کارشون چیزه میخوان اغراق کنن،
یک صلیب خیلی بزرگ گذاشته بودن روی تابوت مادر اتابکی، و این وقتی میخواستن بکننش داخل قبر این صلیب گیر میکرده و نمیرفته. یه عده ای که اونجا وایستاده بودن سر مزار این بنده خدا که حالا مسیحی هست، به جای اینکه دعای مسیحی بخونن داشتن فاتحه میخوندن، همشون گفتن که ببین این ناراضیه که بچه هاش اینو مسیحی کردن، من نمیرم، من خواهر آقای عطابکی رو میشناسم که اینجا بود، خود عطابکی رو میشناسم، مادرش پدرش اینا نمیدونم، بچهش پسرش رو ندیدم، فقط از طریق فیسبوک و عکساش اینا میدونم، و این چیزای خصوصی رو خیلی گیر ندیم. ولی اگه اومد به شما گفت بی بریم کلیسا، خب برو ببین چه خبره. اگه بیا بریم مال زرتشت چی میگن، آتشکده، برو ببین چه خبره، دوست داشتی برو دنبالش. ما که بارها میگیم الان چند سال این بنده خدا داور هی میگه یا زرتشت یا زرتشت، اصلا چه تفاوتی داشت با اون کسی که میگه یا علی علی یاره، برو زرتشت یارت باشه، زرتشت نگهدارت، 5 دلاری رو بفرست بیاد. من نمیدونم و نمیتونم اصلا این کارا رو کنم، اگه میتونستم شاید وضعم بهتر باشه. یکی از دوستان ما یه چیزی اینجا گذاشتیم برای فروش، براش فرستادیم، برامون پولم نفرستاد، رومونم نیومد باهاش تماس بگیریم بگیم آقا نکنه یه جوری پول فرستادی گم شده، گرچه ایشون برای من با پیپل هر وقت چی بود پول میفرستاد. ما جنسم که میخوایم بدیم به دوستانمون میریم پست خونه، پولش نمیتونیم بگیریم. اون وقت من بیام به شما زرتشت بفروشم، بیام به شما عیسی مسیح بفروشم، عیسی مسیح یه علی بنگی داریم احمق بهش میگن تو اگه مسیحی هستی حق نداری به دیگران حمله کنی. این موقعی که تو ترکیه بود نوشته بود باید سرب داغ ریخ در دهان سربی، من بهش گفتم تو همون علی بنگی هستی که با داداش من سرباز بودی تو هنرستان بودی، بهت میگفتیم علی دراز، گفت بله، گفتم کر خر این مغزت پوک شده، من سربی هستم که تو هنرستان بودم، هاک هاک چطوری قربون صدقه ما، تا اومد اینجا رفت لس آنجلس کلیسا بهش مجانی خونه داده، داخل این جمع شاه اللهی ها میره، حالا شده شاه اللهی دو آتشه، خر دو طبقه. چی بگیم خدا دیگه آدم واقعا میمونه. خب آقای مایک فرزام فانی، جاوید شاه خیلی هم خوب، ایرانیان هوب، آقا شما از طرف ایرانی ها صحبت نکن. بعدم آقای فرزام یاد بگیر که یه بار بنویسی، اگه قرار باشه یه نفر بیاد هی پشت هم بنویسه و چی کنه، من اول یکیشو پاک میکنم، دوم اختار بهش میدیم، مثل داور مال مسابقات فوتبال کارت زرد بهش میدیم، سه تا کارت زرد که گرفت بهش میگیم از فیسبوک میندازیم بیرون، بلاکش میکنیم، میگیم وایسا کتلت یه شب مونده رو بخور، وقتی گذاشتمش روی یوتیوب بیا تماشا کن. ولی خیلی خوشحالم که شما اینجا هستی، مایک فرزام فانی، ولی عکسه مثل یه عکس زن میمونه، بذارید من بذارم اینجا ببینم چیه. البته ما دیگه عادت کردیم مایک فرزام، بله مایک فرزام فانی. آقا تو بهتر فامیلی خودتو از فانی عوض کنی بذاری جاوید، نه آقا این پشتش درخته نمیدونم چیه اینجوری شده. این آقاست دوستان که فعلا داره بچه داری میکنه، چیزی که هست بچهش هم یه طوله ببره، طوله شیره، نمیدونم چیه. اینه دوستان، این آقای مایک فرزام فانی امروز فکر کنم اولین بار هست که بیننده ما هست و داره شیر میده به یه بچه شیری و نوشته فری ایران، ولی ای کاش مینوشت چطوری چیجوری به قول دوستان معروف و مشهور. اینم از این میگه که من، آقای سیاوش محمدی میگه با سلام، من هیچ وقت متوجه منظور شعار جاوید شاه شدم، جاوید شاه نشدم، اونم زمانی که شاه سابق فوت شده. چقدر قشنگ نوشتی آقای محمدی، وقتی زنده هم بود نشون میده که این طرف چه میدونم به نوح و به داستانهای افتضاح باور داره که آرزو میکنه عمر همیشگی یه نفر داشته باشه. بله جای دیگه هم تبلیغ هست، مثلا ویوا فلانی اینا رو میگن، ولی همش از بت پرستی میاد، همش از این که یه نفر رو انقدر میبرن بالا که خود اون طرف هم باورش میشه و انقدر بادش میکنن که میترکه، یه
به قول شیرازی ها میترکه، یه سوزن بهش نخورم خودش میپکه. در صورت امیدواریم این آقای فرزام فانی بیاد در تلویزیون مردم صحبت کنه، ببینیم چه خاطراتی از دوران شاه داره، الان چیه، چرا فکر میکنه باید شاه جاوید باشه و الی آخر. اینم از این. خب پدرام طنازی، همشهری خودم، در برنامه قبل با من بود یک ساعت. این پدرام طنازی رو من سالهاست میشناسم و بله بعضی ها میگن چاپید شاه، اتفاقا آقای زمانیان نوشته به جای شاوید شاه بره براش فاتحه بخونه، بگه روان شاد شاه. و اینجا یه برنامه گذاشتن قدردانی از قهرمانان، فکر کنم آقای دکتر حسن عرب گذاشت، میدونی حسن عرب فوتبالیست بود و اینها و هم دکترن ماشاءالله. اینجا این یه نفر توی اون برنامه اولش گفته بود جاوید شاه، آقای موحد از اونجا بلند شده بود اومده بود بیرون، بعد اونا گفتن نه ما نگفتیم جاوید شاه، یه چیز دیگه بیمعنی گفتن که دیگه خرابترش کردن و نشون داد که اینا آدمای ترسو و دروغگویی هستن. اینم از این گل و سبزی و اینا هم نذار که دیگران بتونن اینجا چی بنویسن، یاد بگیر از این آقای زمانیان. ببین یه جمله نوشته معنی داره، آقای محمدی یه جمله نوشته معنی داره، شما به انگلیسی فنگلیش آمدی نوشتی جاوید شاه پهلوی، ایرانیان هوب جاوید شاه پهلوی جاوید، چون تکرار کردی بذار من همینو پاکش کنم با اجازت. شما دوباره یه چیز قشنگ بنویس ببینیم شما در زمان شاه کی بودی، بابا چه کاره بوده، چه خاطره خوشی از دوره شاه داری و الان چه چیزی عوض شده به ضررت شده. میدونی اینجوری باید مقایسه کنی، چرا اومدی میگی صدر احمد به کفن دوز اولی، آیا این کفن دوز دومی تو قبر بابات ریده، کفنشو برداشته اونجا تنگش گرفته، اینا رو بیا بگو. درصد ممنونم. مصطفی عرب نات حسن عرب، مطمئنی؟ منم فکر کردم که اسمش مصطفی باشه ولی تو نوشته ها دیدم نوشته بود حسن عرب. حالا میگن که حسن عرب، نه فکر کنم مصطفی عرب بدر یه چیزی. آقا این تعریفتی کردم آقای زمانیان، گفتم قشنگ نوشتی جملت، این یکی چیه، چه معنی میده، فعلش کدومه، زیرش قد بکش، فاعل کدومه، مفعول کدومه. بمانم مصطفی عرب بازیکن تیم ملی و باشگاه عقاب بود، ایشون اینجا یه نشریه چاپ میکنه، منم باهاش از طریق اون نشریه در تماسم، بارها هم بهش گفتم بیاین شما که میدونی ملت اهل خوندن نیستن بیا صحبت کن، گفته که نه من سخنران نیستم شما سخنرانی. گفتم نه خیلی شما یا شکست نفسی میکنی یا اینکه بخوای هندونه زیر بغل من بذاری، که هر دوش ما سالهاست دیگه یاد گرفتیم و احتیاجی نیست. دوستان لطف کنید این برنامه رو با دیگران شیر کنید، اگر از طریق یوتیوب میبینید این پایین اون دکمه قرمز یا آیکون قرمز که نوشته سابسکرایب رو کلیک کنید، بغلش یه زنگوله ناقوس بل اون رو هم کلیک کنید، ما بلا فاصله تا یوتیوب میذاریم برای شما یه نسخه میاد. اگه شما هم الان دوره کرونا جمعه و شنبه و دوشنبه و چهارشنبه رو قاطی کرده باشی دیگه نمیخواد مثل قدیم بشینی حالا که یه شنبه میشه من از ساعت 12 تا 4 تلویزیون ایرانیان نگاه کنم، این برات میگه که آقا سوربی بازم اومد نشست مزخرف گفت ولی دوتا مهمون خوبم داشت، آقای لادنم اومد حرف حساب زد، برو نگاه کن. لطف کنید پس اگر از آهان توی فیسبوک هم شما میتونید فالو کنید و من نمیدونم وقتی من این اینوایت رو میزنم مثلا سعید میاد مینویسه که امروز برای من اینوایت نیومد، میگم روزهای دیگه که میاد برای من یه دونش عکس بگیر بفرست چجوری میاد، من اصلا خبر ندارم، چون بالای کروم یه چیزی داره یه علامت اینجوریه مثل چک مارک مثل علامت نایکی و اونو که ما میزنیم مینویسه invite all، ولی من فکر نمی کنم، من روی اکانت شخصیم 5000 نفر دارم، اینا 5000 نفر رو دعوت میکنن فکر نمی کنم، ولی برنامه هایی هستن که بهشون پول میدی اونا برای دوستانت میفرسن، ما پول نداریم به دلیل اینکه شما پول نمیفرسید. بعضی وقتا به خودم میگم شاید این دوستان دارن میگن آقا اولا ما برای چی پول بفرسیم، دوما ما نمیخوایم شما بیاید، برو دنبال کارت، شاید این کارو کردم، اگه نه
لطف کنید حمایت کنید. شیرهای دروازه خسرو بهرامی نیویورک. آقای خسرو بهرامی چند تا عکس برای من فرستاده بود، عکس این شیرهایی هست که چینی ها خیلی میذارن این ور و خود ما ایرانی ها هم شاید به دلیل اینکه فرهنگمون یه جورایی شبیه چین و هند و اینها هست این کار رو انجام میدادیم. حتی اگه نگاه کنید نیفته، نه دو تا خیلیش بهتر، اگه نگاه کنید مثلا دم شهربانی شیر بود، اصلا میگیم برو شیر آب رو ببند چون این آب از توی دهان شیر میومده، شکل شیر بود و اینها. و بعد میدونید که تابلو پرچم ما هم روش شیر بود، خورشید بود، شمشیر بود، قربونش برم بازار و وکیل بود، همه چی روش بود. ولی فکر کنم بهترین پرچمی که هممون سرش توافق داریم سبز و سفید و قرمز، چون تعریفی که کردن سبز نمیدونم نشونه صلح و دوستیه، سفید همینجور، سرخ هم نشونه جنگ، اگه شما حمله کنید ما جلوتون میگیریم. اون وسط هم یه عکس چلو کباب بذارین، حالا دو تا بزنین، یکیش چلو کباب معمولی، یک سلطانی جوجه کباب و الی آخر. اینجوری فکر کنم این پرچم دیگه سرش دعوا نمیشه، به جای اینکه حالا اون یکی میگه نمیدونم خرچنگ گذاشتن، اون یکی میگه فلان گذاشتن و الی آخر. مصاحبه احمدی نژاد رو حتما ببینید، بذارید من اگه پیداش کنم لینکش رو براتون بذارم. و احمدی نژاد، خب اون به نظام فلان و اینا که فایده نداره، اون بی خود نوشته بود اون خانمه. و آها، تسهیلات ویژه ازدواج در دوران شاه، این رو هم آها تو همین بود که عکس آقای انصاری هم هست، سلکت ایریا نگاه کنید. بعضی آخر ما زنگ میزنن میگن آقا این آقای انصاری دروغ میگه، کجا اصلا این تو دربار شاه بوده، کجا چنین؟ میگم آقا برو کتابش رو نگاه کن، برو شکایت های رضا پهلوی رو نگاه کن. پس دیوونه است رضا پهلوی رفته یه کسی رو که تو خونهشون نبوده، تو آفیسش نبوده، سو کرده برده دادگاه. این دوستان نگاه کنید، این آقای این همیشه قد بلندترین معمولا، حالا اینجا نمیدونم در حد شاه است یا شاه یه بلندی وایستاده، این هم ازش میپرسم. شاه اینقدر قد بلند نبود ولی به نسبت ایرانی ها کلن شاه میشه بگیم قد بلند بود. این آقای احمدیه، ولی من اینو که دیدم نوشته بود تسهیلات ویژه ازدواج در دوران شاه، گفتم اه نکنه وام ازدواج و اینا میدادن و ما دیر ازدواج کردیم نگرفتیم. ولی اومدم پایین دیدم آقا این نوشته که مشرق نوشت، کانال تلگرامی هاون مدیا درباره کشورهایی که توسط پهلوی واگذار شد نوشت، کشورهایی دوستان، پهلوی ها خیلی به تسهیل ازدواج اهمیت میدادن. بحرین رو که کشور شوهر دادن رفت، بعدش دو جزیره استراتژیک و نفتخیز زرکوب و آریانا رو به عقد امارات درآوردن. جمهوری اسلامی نذاشت، وگرنه الان آذربایجان، کردستان، خوزستان رو هم شوهر داده بودن. اینم عکس و اینها، تسهیلات این در دوران شاه، این شاه رو هم وارونه نوشته. به احتمال زیاد این سایت مال آخونده و جمهوری اسلامی اینا هست، ولی حتی رضا شاه هم یه جاهای از ایران رو داد و رفت. و ما یه چیزی از این آخونده فقط باید بگیم، اینی که همیشه گفتن آخوندها دست دادن ندارن. حالا دست چی دادن من میدونم، منظورشون دست دادن به کسی کمک کردن، دست گرفتن دارن. اینم از این ماجرا. خب یه ویدیو من دیدم که یه نفر با آب و تاب شور و هیجان داشت توضیح میداد که چین این کرونا رو درست کرد که پخش کنه و هدف این نبود که توی خود اون ووهان، این ووهان هم بعض وقتا با هاون اشتباه میکنیم، پخش بشه و اینها، و شد. در همون رابطه الان نگاه کنید نوشته نشد یک باکتری را از آزمایشگاهی در چین بیش از 3000 نفر را مبتلا کرد. میدونید که ترامپ هم سعی میکنه که هی بگه ویروس چینی، و همه میگن که حتی اون آنفولانزای اسپانیایی هم که میگفتن و اینها، وقتی یه چیز تو دنیا میاد دیگه مال همه است، مخصوصا الان که دنیا شده یک ده کوچک، یک جزیره کوچک. دونالد ترامپ
امروز یا دیروز گفته ایران برای توافق با ما میمیرد. اینم داشتم اتفاقا با دوستمون آقای تنازی صحبت میکردم، گفتم خب اگه ترامپ انتخاب بشه دوباره، این که میگه من میخوام برم با آخوندها صحبت کنم، پس چی شد اون 4 سالی که گفت من روز اول که برسم توی چیز ترتیب این آخوندها رو میدم؟ شاید یه جوری دیگه اینا ترتیب همدیگر رو میدن، ما خبر نداریم. اینم از این. بذارید ببینیم سعید برای ما چی فرستاده از طریق فیسبوک. و آیا اخبار این فیسبوک هم باز صداشو ببنده. آها دوستان، این لینکی که اینجا گذاشته سعید چیز هست، این مصاحبه این خانم، من هنوز مصاحبه‌گر ایرانی به این شجاعت شهامت ندیدم و به این صراحت که وارد باشه به کارش و بتونه از پس احمدی نژاد بر بیاد. چون احمدی نژاد اونایی که تو آمریکا حتی مصاحبهاشو دیده بودن میدونن که این بچه چند تا نقطه، این بچه پررو با یک مهارت خاصی سوال رو با سوال جواب میده. مثلا اگه بهش میگن اعدام، میگه تو کشور شما اعدام نیست. این خانمه نمیذاره این در بره. حتما ببینید، خیلی ممنون. آقای زمانیان نوشته زمان شاه زنی که درد زایمان میگرفت کل محله خانی آباد 7 تا ماشین نداشتن، بیشتر در فقر و بدبختی زندگی میکردن. آقا شما خانی آباد مال تختی بود دیگه، نه خانی آباد با تختی اونجا، خانی آباد به رخ ما میکشونی؟ من کرمانشاه خدمت کردم، شما برو میدیدی اونجا اگه میخواستن اینا یه زن حامله ای که بدبخت زاید مشکل پیدا میکرد برسونن به شهر و اینا، از کوه و کمر و الان میبینید این کوله برا از اونجا میرن و میان، برای که جاده ای نیست، جاده ای نبوده. در رابطه با این که من گفتم کرمانشاه خدمت کردم، یه نفر برای من نوشته آقا من فهمیدم که شما دروغگویید، چون یه بار گفته بودی من حکومت نظامی شیراز بودم، یه بار گفتی من اهواز خدمت کردم. برایش نوشتم احمق، من بارها گفتم من بدترین سربازی رو داشتم، تو 2 تا تیپ 2 تا لشکر خدمت کردم. اولش از تیپ 77 خرم آباد شروع شد، بعد رفتم لشکر 81 اهواز کرمانشاه دوره تخصصی، سرما بدبختی، بعد لشکر 92 زرهی اهواز، بعد از اونجا اومدم تیپ 55 هوا برد، از تیپ لشکر لشکر تیپ. و اینه دیگه، شباهت های شاه و شیخ به روایت فیلم های مستند قضاوت با وجدان شماست. آقا دست درد نکنه بازیار اسماعیلی، این رو هم دوستان بزنید نگاه کنید. و ممنونم از دوستانی که اینجا هستن همکاری میکنن و اگر لطف کنن حمایت کنن دیگه ما بیشتر ممنون میشیم. یه شوهرمه داشتم فوت شد، این وقتی میخواست یه چیزی بگه خیلی خوبه میگفت این که دیگه بهترتره، یعنی صفت بهتر یا بهترین رو میگفت این که دیگه بهترتره. اینم از این. مصاحبه احمدی نژاد پررو رو ببینید، اگه خواستید در رابطه با این بعد زنگ بزنید به شماره تلفن 202 که الان میبینید، 695-2573، برداشت خودتون رو به مدت 3 دقیقه یا کمتر اینجا بذارید. برگردیم به صحبت‌های آقای خسرو بهرامی از نیویورک، ایشون تو کار سنگ و مرمر و اینها هستن و برای من چند تا عکس شیر فرستاده بودن. من گفتم این شیرا چیه؟ گفت که اینها برای فروشه، اگه شما میخوای تو تلویزیون اینا رو بفروش، این که انقدر بهت میدید. گفتم آقا من سلزمن خوبی نیستم. این شد که یاد این فروش اجناس و اینا افتادم که ما اینجا اگه چیزی هم هست میخوایم بفروشیم بلد نیستیم و الی آخر، اصلا ارزشش هم نداره. خداییش بهتون بگم برو تو صف وایس و تو حالا پستخونه هم بترس از این کرونا و اینها، بعدم این ماجراها. خب من مصاحبه رو دیدم، مردک مسخره، واقعا شما اینو درست میگید. و آقای مانی خورسندی، اولا یه مدت غائب بودی، غائبی تو زدم، باید به پدر مادرت بگی بیا دفتر. این چیه شما میری سینما میگی رفتم مدرسه؟ بمانم. نظر درباره مصاحبه کننده چیه؟ اون خانم وقتی که گفت نه آزاد بوده میتونستن همه بیان، گفت نه آقا من اونجا بودم ما رو راه نمیدادی، اینا رو بگین چیه؟ خود من برام دعوتنامه اومده بود، دعوتنامه نه یه اطلاع عمومی بود دوره خاتمی، بعد من جواب دادم به اون کسی که ایمیل فرستاده بود
که من اگر بیام به شرطی میام که بتونیم سوال کنیم. نوشت بله آقای سوربی حتما شما سوالتون رو مینویسید میدید به ما. ما گفتم برو اونجوری برای عمت خوبه، نرفتم. سیستان و بلوچستان همیشه این زندگی را که میبینید داشتن، چون در همان زمان هم کردستان، ایران، سیستان، جنوب ایران غیر مستقیم در حال تجزیه بود، برای همین مردمانشان زندگی خوبی نداشتن. آخ 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 آخ. میگه سنگ کلیه دارم گرفتار فروششم. سنگار میخوای بفروشی یا کلیت رو بفروشی؟ کلیه که سنگ تولید میکنه نندازی به مردم. نه آخ آخ، این کلیه فروشی و اینا. یه فیلمی رو دیدم درباره یه نفر که زده یه کسی رو کشته، حالا میخوان اعدامش کنن، بعد میگه خب این قلب سالم منو بدید به یه نفر دیگه. این فیلم رو حتما ببینید. نمیدونم چی بود اسمش، دلخون، اسم فیلم دلخون بود آقای اکبری. اگه ندیدی این فیلم رو ببین، نظرت رو به من بگو. یه فیلم دیگه ای دیدم باز از همون هنرپیشه‌ای که من دوستش دارم، آقای کیان بود، کی بود، آقای زمانیان نوشته بود، که این آقا وکیل بود، زن داشت و بچه داشت ولی بدهکار بود و اینها. بعد یه داستان جالبی، اسم اونو نمیدونم، که بعد آخرش هم بهتون نمیگم که خراب بشه. بله، میگه خانم مصاحبه کننده سوسکش کرد. مگه از رو میره این؟ دوستان عزیز، ساعت 3:25 دقیقه است، من 5 دقیقه دیگه میرم سراغ آقای لادن تا با ایشون گفت و شنودی داشته باشیم، بهتونم بگم در چه رابطه ای، و اگه بتونم مقاله ایشون رو هم از گویا لینکش رو براتون میذارم. رابطه این صحبتمون امروز اینه که حذف دختران از جلد کتاب ریاضی سال سوم دبستان. بعد یه مطلب دیگه داره، چادر، حصار و دیوار کشیدن و جدا کردن در اسلام، که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم. حتما اون کتاب رو دیدید، که من اصلا باورم نمیشد که کتاب ریاضی ایران یه همچین شکلی روش بوده باشه، که تازه گویا همون شکل رو هم اینا ادیت کرده بودن و قبلا بچه ها تو درخت هم بودن اینا ورداشتن. آقا مگه ما باغوشه که بریم تو درخت و اینا؟ و یکیتون برای من بگید یا عکس کتابایی که بلد دیدید، کتاب ریاضی، حتی مال دانشگاه های اینجا رو بفرستین، مال مدرسه اینجا رو بفرستید که توی مدارس کالیفرنیا کار میکنه، کتاب ریاضی روی جلدش چی باشه بهتره. ضمناً یه فیلمی رو دیدم، چون تو تلویزیون دیدم باید پیداش کنم لینکشو براتون بفرستم، که سال 1927 گویا اگه تاریخشو درست بگم، یه انجمنی از فیزیکدانان بزرگ دنیا بوده، چیزایی رو توی اون انجمن صحبت کردن که برای سالها از مردم مخفی نگه می‌داشتن، مخصوصا کسانی مثل انشتین و اینا که به خدا و نیروهای فوق‌العاده و خارق‌العاده ایمان نداشتن. ولی توی اون انجمن گویا گفتن یک ناظر هوشمند هست. اون اگه کسی بتونه پیدا کنه برای من بفرسته، یا من پیدا میکنم این هم فیلم رو هم اون رو، لینکش رو هفته آینده، جمعه آینده، یا اگه کسی مایل هست بیشتر برنامه داشته باشیم، فقط با 100 دلار، حتی شما 50 دلار هم بدین، ما هم 50 دلار ریسک میکنیم، میایم یه برنامه میذاریم، با شما صحبت میکنیم، با دوستان، و درباره مطالبی که شما میگید. میگه که اتفاقا خوب شد توضیح دادید، من هم همیشه میخواستم همیشه سوال کنم، 2 سال سربازی چند جا عوض کردید؟ من همش شوفر ماشین ریو در شماره 4 بودم. داداشای من چون خودش راننده سرهنگی شده بود توی شهربانی تهران، به من نصیحت کرد که وقتی میری سربازی نگو من گواهی نامه دارم، چون اگه بگی من گواهی دارم فوری ماشین قرازه میندازن بهت، هر هفته باید بری ماشین پاک کنی. ما هم نگفتیم، شاید به همین دلیل ما اینجوری در به در شدیم. البته ما چون رشته فنی بودیم، بردنمون خرم آباد، اون 3 ماه آموزشی که تموم شد بعد رفتیم کرمانشاه، من دوره تلپروسسور دیدم. یه چیزی بود بهتون گفتم، 50 تا تلفن رو تو این دشت میزدی با 50 تا تلفن با آنتن. اون زمان الان خنده داره، اگه یه ریو و پشتشو بکشی ببری وایسی جک بزنی آنتن بفرستی هوا، اکبری من زنگ زدم واسه کن به پا به چادر فلانی بیسار اینا. بعد به خاطر اینکه بیام شیراز توی لشکر 92 میگشتی دنبال انتقالی، یه پسر اعوازی پیدا کردم، اعوازی ها فقط دست من بهتون نرسید،
پیدا کردم که اینم میخواست از شیراز بیاد اهواز، ما قرار شد انتقالی بدیم، خدمتتون باید نزدیک باشه و اینها. و روزی که همه چیز درست شد گفت من نمیرم، اهواز گرمه. گفتم تو که اهوازی هستی؟ گفتم دردت چیه؟ گفت 1000 تومن به هم بده. 1000 تومن هم حقوق یه ما بود، گفتیم اینم کوفتت بشه. حالا امیدواریم کوفتش نشده باشه، هنوز زنده باشه. بله، میگه تمام درد و مرض شما پوله. خانم نسرین گو جی اچ، بله پوله. خب حالا که چی؟ شما دردت پول نیست؟ اقلا من درد دارم، دارم دردم و میگم. تو دردت چیه که از این تلویزیون به اون تلویزیون میگردی که بیا یه همچین مزخرف بنویسی؟ شما رو پاک کردم، یه بار دیگه چی بنویسی بلاکت میکنم. نسرین جی اچ که اول آخر گوه. خب بریم سراغ خانم، خودت خراب نکن، شما که حریف من نمیشی. من 22 ساله دارم این کار انجام میدم، گوه به سر صورت افرادی مثل تو میمالم. آقا چقدر خرید، چقدر کم تجربه هستید، چی بگی آدم به اینه. بله بذارید همین الان قیچیش کنم بره. نسرین دی ایچ، بله اینم عکست هم نشون بدم. معمولا اینا عکس و مکس و اینا هم ندارم، ولی این خانم داره. بیا دوستان، دوستانی که دنبال چیزی میگردین آخر هفته آبی باش گرم کنید، این خانم نسرین گو بفرمایید. برید اینجا نسرین جی ایچ، اوکی. اینم برای این. خب حالا به قول فلانی اینجا رو میزنیم بلاکش میکنیم. بلاک، برو بشین تلویزیونی که دوست داری نگاه کن، اونا رو حمایت کن. کی میخوای آدم بشی احمد؟ خب نه، این خطرناک، این صداه یعنی درست نگرفتم با آقای لادن. بذارید ببینم، من از آقای لادن اندیشکده 3 تا چیز دارم، هر کدومشم پاک میکنم دوباره هفته دیگه زودتر اون میاد. Second ago, my friend. آقای لادن اگر صدای منو میشنوید شما تماس بگیرید و ای کاش شما یه فیس چیزم اسکایپ درست کنید برای برنامه های تلویزیونی به نام خودتون با یه شماره ای، مثلا آقای لادن 2020، آقای لادن 1157. الان دیگه فیسبوک اصلا نمیذاره ما با شما تماس بگیریم. اندیشکده آقای لادن، نو انسر. نکنه اونجا به خاطر بارون زیاد، دوستان 24 اینچ بارون توی آقا جان اینها شعور ندارن. من هم برنامه رادیویی داشتم، تبلیغ که برای کسی نمی کردیم، مخارج ضبط و پخش خرج داشت. شما ها مجانی گوش میکنید و میبینید و طلبکار هم هستید. خانم گوه فوش میخواد. آقا درد مرض کی؟ سعید میگه که درد و مرض کی پول نیست، درمان تمام درد هاست. نیست واقعا، واقعا درمان تمام پول درمان نیست. اتفاقا تو همون فیلمی که میگم اون خانومی که میاد سراغ وکیل خیلی پول داره ولی همسر قبلیش اذیتش میکنه. برید حتما ببینید این یکی پیدا کنه، اون آقای وکیلی که تو فیلم پنج تا پنجم بود، اون آقای هنرپیشه نقش وکیل داره، زن داره و یه دختر کوچولو داره و یه زن دیگه که جدا شده موکلش میشه. داستان هست، اگه خواستین هفته دیگه در این مورد صحبت میکنیم و من هم یه بار دیگه ببینم میتونم آقای نه این صدا. آها حالا خوب شد، حالا صدا خوب شد، این خوبه. به به آقای لادن، آقا قلبم کم مونده بود وایسه چون اون صدایی که میداد صدای خوبی نبود. نوشته بود آقای لادن در دسترس نیست، تلفنش یعنی اسکایپ وصل نیست. بذارید من تصویر شما رو بدم به سیستممون و امروز یه برش بزرگتر میگیریم. این کتابخونه زیبای شما، اون پرچم و اینها هم باشه و
با هم باشیم اینجا. آقای لادن خیلی خوش آمدید، ممنونم که با ما هستید. من مقاله شما رو خوندم و درباره سوالات امروزم با دوستان صحبت کردم تو قسمت اول برنامه خودم، و اگر شما میخواین حال احوالی با دوستان داشته باشید، و یکم تعجب کردم که شما راجع به این نوید افکاری چیزی ننوشتید تا حالا، شاید به این دلیل بوده که بعدن اتفاق افتاده بود. اگه خواستید در این موردم من میخوام ازتون سوالی داشته باشم. بفرمایید آقای لادن، با شما هست. آقای لادن صدا ندارید. نه الان اون میکروفونتون هم که آوردید بالا صدا نیست. اسکایپ یه بارم همین بلا رو سر ما آورده بود، بعد برای شما یا اسکات میفرستم که میاد خودش کالیبریت میکنه میکروفون شما رو و میبره رو زیرو. ببینید روی اسکایپ اون سه نقطه‌ای که برای تنظیمات یا چی ستینگ هست بزنید و میخوان من قطع کنم شما زنگ بزنید بهم. بله قطع میکنم شما زنگ بزنید. بله متاسفانه اسکایپ هفته پیش این مشکل رو پیدا کرد که ما هم بی بهره نبودیم ازش. وقتی میگن بی بهره یعنی یه سودی بهره رسید بهمون، ما بگیم بی نصیب نبودیم. برنامه ما رو یه چند تاشو ویدیو چیز صدا خیلی پایین بود. میاد به غیر از این ادجستمنت هایی که شما دارین، دکمه خاموش روشن، تنظیم میکروفون، حتی برنامه ما که تنظیم میکروفون هامون توی برنامه میکسرمون هست، خود ویندوز، حالا مک رو نمیدونم، خود ویندوز میکروفون شما رو کالیبریت میکنه. کالیبریت نمیدونم به فارسی چی بگم. شما یه دستگاهی رو وقتی میخواین، مثلا پلیسا باید این گانشون رو کالیبریت کنن، حتی اسلحه رو کالیبریت میکنی. شما شوت میکنی بعد میریم یعنی این پایین میزنه بالا میبری، یا اون چیزش رو درست میکنی. اینها خلاصه ویندوز این کار رو میکنه. آقای لادن صدا دارم؟ به 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 به، از این صدا بهتر امکان نداره. پس یه دهن بخونم. روزگار خوبی، چی میگن؟ روزگار غریبی است. بله شما بخونید بد نیست، انقدر صداتون خوبه و جذابه که ممکنه اونجوری بیشتر توجه ها رو جلب کنیم تا این همه زحمت و نوشتن و اینها. فکر کنم منظورتون اینه که گو مطربی پیشه کن و چی بود اون شعر؟ بلد نیستم ولی شنیدم. بله آره. البته تو فرهنگ ما میگن هنرمندا و خواننده و اینا همشون از گرسنگی به اصطلاح چیز میکنن، اونم یه گفته دیگه است. خیلی خوشحالم که ارتباط برقرار شد، خوشحالتر این که صدا و تصویر خوب و حال شما هم امیدوارم خوب باشه. سپاس لادن. کتاب سوم ابتدایی یا دبستان رو دیدیم که عکس روش رو، نقاشی روش رو عوض کردن، عکس اون دوتا دختری که بوده برداشتن. اعتراضاتی شده. اجازه بدین که من سوالاتی رو مطرح کنم و شما هم مثل همیشه پاسخ بدید و ما یاد بگیریم. تیترش این بود: حذف دختران از جلد کتاب ریاضی، و اون دومی هم چادر، حصار و دیوار کشیدن و جدا کردن در اسلام. شما در مقاله‌ای که این هفته به عنوان اعتراض به وزارت آموزش نوشته بودید، حذف تصاویر دختران از روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان، ماجرا و دلیل اعتراضتون چیه؟ بفرمایید. صدا باز رفت. نه همین میکروفون هایی که میارید بیرون بالا صدا نمیاد اصلا. نه بازم صدا نداریم متاسفانه. میخواین اون میکروفون رو جدا کنید با میکروفون سیستمتون، یا مال دوربین صحبت کنیم، یا
ولی باید به اسکایپ بگید که میکروفونتون رو عوض کردید. وقتی میرید تو اسکایپ بهتون میکروفون های مختلف رو نشون میده. الان یه صدا اومد. یعنی الان صدا داریم؟ به به به. ای بابا نمیدونم چی شده. آها. امیدوارم اون ماجرای کالیبریشن نباشه. جدی میگم چون شما صداتون قوی هست ممکنه سیستم ویندوز کالیبریت میکنه میبرتش رو صفر و این خیلی ما رو اذیت کرد. حالا من ساکت میشم تا شما هستید استفاده کنیم از وجود شما. بفرمایید. حتما با پوزش از بیننده ها و شما روی جلد تصویر 5 تا کودک بود، 3 تا پسر 2 تا دختر. اینا اومدن تصویر 2 تا دختر رو حذف کردن و البته مردم اعتراض کردن. در پاسخ به این اعتراضات مردم ببینین چی میگن. میگن دلیلش شلوغی تصویر بود و بعدش هم میگن که این تو گیومه است، میگه بر اساس منظرهای هنری، زیباشناسی، روانشناسی توصیه کردند که تصویر خلوتتر شود. اعتراض من به این دلیل کودکانه است که سرهم کردن. در درجه نخست تو این نوشته آموزش و پرورش آشکارا آدم میبینه که دارن چی کار میکنن با بکارگیریه چند تا واژه دهن پر کن مثل منظرهای هنری، زیباشناسی، روانشناسی، میخوان با عوام فریبی عیب پوشی کنن و به یک حرکت ناشایسته تبعیض مشروعیت بدن. در این رابطه من یک پرسشی مطرح کردم، گفتم چنانچه یه شخص کمدان، یه آدم عامی این مغلطه آخوندی شما رو بپذیره ولی بگه توی تصویر 5 تا کودک بوده، 3 تا پسر 2 تا دختر، اگه منظور اینه که شلوغی رو کم کنیم و منظورتون تبعیض نیست، از این 5 تا یه پسر یه دختر که کم کنین همون 3 تا تصویری که شما میخواین داره، با این تفاوت که 2 تا پسر هست و یه دختر و اون تبعیضی رو که شما انجام دادین کمرنگ میکنه. در زمینی که در این نوشته یه چیزی پنهانه، قابل لمسه و بوی تعفن اندیشه تبعیضگرا رو میده. دید و برداشت آموزش و پرورش دید و برداشتیه که میگه با حذف تصویر دخترها منظرهای هنری، زیباشناسی و روانشناسی حفظ میشه. یعنی چی؟ این پیام پنهانیه که آموزش و پرورش میگه که تصویر دختر مغایره با منظرهای هنری، جایی در زیباشناسی نداره، باعث روانپریشیه. این نوع اندیشه دقیقا دنباله فلسفه حذفه، همون حذفی که با فرهنگ عربی اسلامی گره خورده و ریشه و قدمت تاریخی داره، همون حذفی که نوزاد دختر رو زنده به گور میکرد. تبعیض بزرگترین دلیل کمدانی و حضور خرافات و مهمات تو جامعه است. حذف زاییده وحشت از پدیده باهم بودن و برابری زن و مرد در اسلامه، در زمینی که نمودار ترس از رو شدن واقعیت ها. از اینجا منظورم از واقعیت ها رو شدنش اینه که اگه رو بشه، اگه این زن و مرد با هم مساوی باشن، با هم باشن، محدودیت ها برداشته بشه، بلا فاصله این یک بعدیگری اندیشه مذهبی لو میره، آشکار میشه. بنابراین برای جلوگیری از اندیشیدن و انتخاب کردن مذهب هیچ راهی جز حذف نداره. همینجور که هممون میدونیم این حذف انواع اقسام داره: ممنوع کردن نشریات غیر مذهبی، سانسور مطالب و کتاب،
زندانی کردن معترضان، اعدام دگراندیش، همه مانند زنده به گور کردن نوزاد دختر، زاییده تبعیض و یک بعدیگری مذهبه. سپاسگزارم. از شما ممنونم آقای نیزاری. آقای نیساری به شما سلام و درود فرستادن و خانم شیدا شیرازی نوشتن درود بر جناب لادن گرامی. آقای اکبری هم نوشتن که معنی حذف عکس دختران از جلد کتاب فقط زن ستیزی در اسلام قرون وسطایی است و معنی دیگری نداره. خیلی ممنون از دوستان. اگه لطف کنن دوستان برنامه رو با دوستان خودشون هم شیر کنن من ممنون میشم، چون فیسبوک یه اشکالی سر را ما درست کرده، نمیذاره ویدیوی خودم را از صفحه سوربی به حتی صفحه فیسبوک مردم تیوی منتقل کنم. تا حالا ویکند ما سرگرمی ویکندامون تعمیر روغن عوض کردن کامپیوتر. عنوان دوم مقاله شما چادر، حصار و دیوار کشیدن و جدا کردن در اسلام. از دید شما چرا اسلام نیاز به محدود کردن و جدا سازی داره؟ براو، پرسش بسیار جالبی. اینجا میخوام بهش اینطوری نگاه کنیم که مذهب یه ایدولوژیه. هر مکتبی برای توسعه نیاز به پیرو و پشتیبان داره، برای اینکه بتونه این جلب کنه و جذب کنه پیرو و پشتیبانو، نیاز به یک مشخصات و تفاوت‌هایی داره که این مذهب و این مکتب و با مذاهب و مکتب‌های دیگه چکار کنه، متمایز کنه. شما، من چند تا اینجور مثال میخوام برای بینندگان بزنم. شما نگاه کنین که متمایز کردن، اولا منظورمون اینه که جداسازی، در مقابل همدیگه قرار دادن، اینه که بگیم شما برتری، بهتری، منتخبی. و جدا کردن مرد از زن، سیاه از سفید، کاتولیک از پروتستان، شیعه از سنی، من از تو، اندیشه های قبیله‌ای، فرقه‌ای، لباس قهوه‌ای های هیتلر، عمامه و عبای آخوندا، صلیب شکسته، ستاره داوود، اینا همه سمبول های جداسازی و متمایز کردنه که ماها رو یه عده برترن. برای مثال در آلمان میگفتن دویچلند دویچلند اوبر آلس این دی بلت، آلمان برتر از دیگران، برتر از جهان. این برتری جویی و جداسازی تنها راهیه که اینا میتونن دید و برداشت و ذهنیت گله‌ای به وجود بیارن، بتونن یه عده رو دور خودشون جلب کنن و جذب کنن. اینجا یک پاراگرافی رو میخوام از کتاب خداسالاری راجع به مذهب برای بیننده ها بخونم که سعی میکنم زیاد طولانی نباشه. مذهب با استفاده از غریزه حیوانی بشر، شکم و تومان، حرص و طمع انسان، با برتر شمردن و سوار کردن مرد بر زن وارد کارزار شد. در آغاز زن را کوبید، او را ناقص الخلقه خواند، کم عقل و ناچیز شمرد، حتی زن را عورت نامید. دوستان بعدن برن توی واژه‌نامه فارسی عورت رو نگاه کنن، واقعا وحشتناک. با در نظر گرفتن فلسفه شکم، تنبان، کیسه، کاملا قابل درکه که مردها در کمال خودخواهی و دربست به مذهب گرویدن. زن از یه طرف وظیفه داشت و هنوزم داره که خورد و خوراک مرد رو آماده کنه، خانه داری کنه، بچه داری کنه و هر وقت مرد خواست و اراده کرد او رو از لحاظ جنسی ارضا کنه، فرزندان رو به ثمر برسونه. از طرف دیگه از حقوق برابر برخوردار نباشه. نه تنها در ارث و ثروت سهمش کمتر و ناچیزتر بود، بلکه حتی زمانی که اجازه اشتغال به کار را داشت، درآمدش در کار و شغل فقط نیمی از درآمد مرد باشد. این پایان اون پاراگرافه. ببینید، مذهب
این کلکه دیگه، این واقعا یک شعبده بازیه. با برتر کردن مرد بر زن و با دادن بخشی از حق و حقوق زن به مرد، نیمی از جمعیت رو به خودشون جلب کردن. و اینجا البته مردها 100% مقصر هستن. میخوام در نظر داشته باشیم که آیا دلیلی آشکارتر و محکمتر از زنده به گور کردن نوزاد دختر برای تبعیض بین زن و مرد در اسلام وجود داره؟ آخوندها برای جاسازی این اندیشه ننگین برای تبعیض بین زن و مرد، قرنها پیش اومدن دختران یعنی مادران ما رو، اجدادمون رو از آموختن و خواندن و نوشتن حذف کردن. اینجا منظورم نیست بگم که مردها آزادانه میتونستن بیاموزن، نه، ولی چون که آموزش تحت کنترل انحصاری آخونده بود و آموزش غیر مذهبی و نوین رو اجازه نمیدادن و کاملا رسما با تمام نیرو باهاش مقابله و مبارزه میکردن. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، تو یکی از گفتگوهامون در چارچوب مبارزه و مقابله آخونده با آموزش و پرورش راجع به حسن تبریزی، میرزا حسن خان تبریزی مشهور به رشدیه، با هم یه گفتگوی داشتیم. خیلی خلاصه برای بیننده ها میگم 160 سال پیش رشدیه تو تبریز به دنیا میاد، بعد از تحصیلاتش توی بیروت و تدریسش در تفلیس برمیگرده به تبریز و یک دونه مدرسه نوین به وجود میاره با کتاب‌های آسون، با نظم و ترتیب، با میز و صندلی، و به بچه‌ها زبان فارسی و زبان ترکی و آذربایجانی رو هم تدریس می‌کرده. ولی جامعه روحانیت نه حاضر بودن اینو بپذیرن، این آقا رو ببخشید، و نه میخواستن این مدرسه پابرجا باشه. شروع میکنن مخالفت کردن، زنگ مدرسه رو میگن ناقوس کلیساست، هر کسی بچه هاشو بفرسته اینجا کافره، و پاپوش درست میکردن براش. این قبل از اینکه اون سال اول پایان برسه، رشدیه میاد این ملاها رو و یه عده از مردم محل و بازار رو دعوت میکنه به مجلس و شاگردا رو جلوی اینا آزمایش میکنه. پس از اینکه این آزمایش تموم میشه، یکی از این رهبرای آخوندا میگه که اگر این در گیومس، اگر این مدارس، معذرت میخوام، اگر این نوع مدارس عمومی شوند، یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشند، بعد از 10 سال یک نفر بی سواد پیدا نمی شود، آن وقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد بود؟ علما که از حرمت افتادند، اسلام از رونق می افتد. صلاح مسلمین در این است که از 100 شاگرد که در مدرسه درس می خوانند، یکی دو تا ملا و باسواد شوند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند. ببینیم چه اقرار جالبی. و اما این مدرسه به فتوای پیشنماز تعطیل میشه. رشدیه چند بار تلاش میکنه و هر بار با مخالفت روبرو میشه. حتی چند تا از دانش آموز زخمی میشن، یه دانش آموز کشته میشه و رشدیه ایران رو ترک میکنه و میره به قفقاز و مصر. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. بین بینندگان دعوا را افتاده. خانم شیدا شیرازی نوشتن این زن ستیزی را هنوز هم در خاندان پهلوی میتوان دید. آیا کسی تا حالا پیامی یا نوشته ای از فرهناز دختر شاه شنیده؟ در این سالها مگر این شاهزاده نبود یا نباید دلگرمی به دختران ایرانی نشان بده؟ آیا فیلم ویدیوی لایوی از لیلا دیده اید؟
تمام اینها سوال است، چون قانون اساسی ما بر مبنای اسلام اثنا عشری نوشته شده بود، خب اینها باید زیر سوال برد و در داور است. ایشون همچنین اضافه کرده که جناب لادن زنده باشی و نتوانی حرف بزنی از مردن بدتر است. منظورشون به خانم هاست. آقای مانی خورسندی از کانادا به ایشون حمله کرده، گفته خانم حالا شما وقت پیدا کردی پهلوی را بکوبی؟ هیچ حکومتی مثل پهلوی به زنها پروبال نداد. البته من مخالف حکومت شاهنشاهی بودم. بعد دیگه شما نظرتون چیه درباره پهلوی و اینکه بعضیا میگن اتفاقا دوره پهلوی خیلی به خانم ها پروبال دادن؟ البته من باورم اینه که پروبال دادن ولی در قفس نگهشون داشتن. واقعا یک مسئله هست، به انگلیسی میگن you're opening a can of worms. اگه قوطی که توش پر کرم باشه باز کنین، کرما که بیان بیرون دیگه اینا رو هیچ جوری نمیشد بیرش کردن اون تو. خب پس بذارید اینو ول کنیم بریم، چون وقتم امروز کم داریم، بریم این سوال آخری رو که من اینجا میخوام از شما بپرسم، چون در بخش پایانی مقالتون نوشتید، البته شما، من در رابطه با اسلام پرسیدم، شما دیدم هر جا میگید مذاهب، و این خیلی خوبه که دوستان فکر کنن، چون آقای خورسندی هم نوشته اسلام کپی یهودیت است، همین زن ستیزی در دین یهود هم هست، ولی توی مقاله شما در اون قسمت پایانیش نوشتید که زمانی که در حال تکمیل مقاله بودم از ایران خبر رسید که وزیر آموزش پرورش به خاطر حذف تصویر دختران عذرخواهی کرده بود، در ضمنی که این خبر را به ملت ایران به ویژه آنهایی که اعتراض کرده اند شاد باش میگید و به اصطلاح اونجا نوشتید، ولی این پایان ماجرا نیست، زیرا از یک سو مشکل در فلسفه و موجودیت مذهب و دید و برنامه آخونداست و از سوی دیگر در فرهنگمون، یعنی همین پندار و کردار ما جاسازی شده است. حالا سوال اینه، با وجود دو مشکل اساسی که شما بهش اشاره کردید راه چیست؟ ضمن این که من در یک نوشته خصوصی به شما نوشتم شاید عذرخواهی این وزیر هم و اصل این ماجرا هم خودش سر کار گذاشتن مردم بوده، که میتونیم درباره اینم باز در برنامه‌های آینده بیشتر صحبت کنیم. من به شما پیشنهاد کرده بودم که شما امروز ساعت 3 بیان، چون میخوام بیشتر با شما باشم، ولی جوابی نشنیدم، دیگه مزاحمتون نشدم. بگید که بله، با وجود این دو مشکل اساسی که توی مقاله بهش اشاره کردید راه چیست؟ و دوباره میرسیم به همون سوال آخری همیشگی، چه باید کرد؟ بفرمایید. کاملا درسته. ببینین واقعا دو مشکل اساسی باش رو برو هستیم. باز دوباره در یکی از دیدارهامون در مورد تعدادی از میهندوستان آگاه و بیدار گفتگو کردیم که در 15 سال پیش از انقلاب مشروطه، یعنی در حدود 115 سال پیش، پنهانی شبانه با همدیگه جلساتی داشتن و گفتگو میکردن دنبال همینی که الان شما اشاره کردین، چه باید کرد بودن. توی یکی از این نشست ها مهماندار میگه که، میخوام این جمله دقیقه، میگه توی گیوم هست، تا افراد ملت عالم نشوند حقوق خود را نخواهند دانست و تا عموم مردم حقوق خود را ندانند امید اصلاح نداشته باشید. یکی دیگه از شرکت کننده ها پس یه داستانی رو تعریف میکنه، یه ماجرایی رو تعریف میکنه و در پایانش میگه با دو تا مشکل اجتماعی روبرو هستیم. از یه طرف جهل و خرافات مذهبی بین مردمه، از طرف دیگه عدم قانونمندی حکومت. و گفتگوشون ادامه داره، این جهل و خرافات مردم رو یکی از شرکت کننده ها به نام محمد کرمانی میگه مسئله قانون و قانونمندی باید فقط و فقط با آموزش و پرورش رفت جلو، راه نجات در دانش و آگاهی میدونه و حتی پیشنهاد میکنه یه مدرسه برای دخترها و
دوشیزگان به وجود بیاد و میگه که تا دخترها عالم نشوند پسرها به خوبی تربیت نخواهند شد. ببینید من پیشنهاد میکنم که اینا رو نباید دست کم گرفت. بیش از یک قرن پیش ایرانیان بیدار وجود داشتند و مشکل رو کاملا تجزیه تحلیل کرده بودند. شما نگاه کنین که میگن مشکل دوتاست، یکی این که جهل و خرافات کمدانی مردمه، یکی این که عدم قانونمندی حکومته. بعدش هم پاسخ هم چه باید کردن پیدا کرده، میگه آموزش و پرورش، دانش و آگاهی برای همه. این به نظر من بی‌نظیره. ما توی اندیشکده بر این باور هستیم که آگاهی کلید رهاییه. تو اندیشکده باور مطلق داریم به ارزش و اهمیت انسان. برای همه است که میگیم همه چیز باید برای انسان و در خدمت انسان باشد. ما رهایی مردم رو در شهروند بودن میدونیم، نجات ایران رو در مردم سالاری. هممون میدونیم ما همیشه تو ایران رعیت و امت بودیم، همین الان امت اسلامی هستیم. شهروند نقطه مقابل رعیت و امته، بدل رعیت و امته. حکومت‌هامون هم همیشه چی بودن؟ خدا سالار، یعنی مدعی مشروعیت الهی. ما پیشنهادمون حکومت مردم سالاره، یعنی نقطه مقابل و بدل خدا سالاری. برای مقابله با این تبعیضی که الان در موردش گفتگو کردیم و دوستان دارن بهش اشاره میکنن، آنچه بلا فاصله و بدون تردید از دست هممون ساخته است، همین الان میتونیم شروع بکنیم، اینی که رو خودمون کار کنیم، روی دگرگونی اندیشه و ذهنیتمون، روی اینکه ما خودمون رو برتر میدونیم، روی پدر سالاری، مرد سالاری، بزرگ سالاری. این یه واقعیته. و ما اگه تو ذهنتون مجسم کنیم، با هم تبعیض رو نگاه کنیم با هم دیگه، چه جوری امکان داره یه پدر بتونه فرزندشو، جگرگوششو، فقط و فقط به خاطر اینکه دختره زنده به گور کنه؟ این زنده به گور کردن نوزاد دختر یعنی تبعیضو به جایی رسونده، به اوجی رسونده که کشتن فرزند عادی بشه. ما امروز نوزاد دختر رو زنده به گور نمی کنیم، ولی اراده و انتخابش رو سلب می کنیم، نوکش رو می چینیم که به پدرش و برادرش و همسرش نیاز داشته باشه، احتیاج داشته باشه. پرهاش رو می چینیم که نتونه پرواز کنه و به اوج تواناییاش برسه. پیشنهاد می کنم چنانچه به خدا و پروردگار باور داریم، همه اون میدونیم که خداوند همه رو برابر آفریده. و اما اگه به طبیعت باور داریم، میدونیم که انسان آزاد به دنیا میاد و نخستین حق انسان برابریه. سپاسگزارم. ممنونم از شما و امیدوارم در برنامه‌های آینده شما رو مدت طولانی تری داشته باشیم. ضمناً این ستینگ آخری که انجام دادید همین رو نگه دارید، حالا بعد فیلمو که براتون میفرستم متوجه کیفیت صدا میشید. خیلی ممنون از شما. اون قسمت آخری هم که شما گفتید که نوکاشونو میچینیم و اینجوری، یه جوران خود ما مردا در ایران مخصوصا مقصریم. من با شما در این رابطه نوشتم و شما میدونید نظر من چیه. گفتم 100,000 نفر مرد میرن توی یه میدون جمع میشن، یا الان بهشت مردهاست ایران، یه مرد میشونه چند تا زن بگیره و فیلم ها رو شما نگاه کنید ببینید چه فرهنگی رو رایج کردن. و اینا همش چیزایی که باید در موردش صحبت کنیم و افراد آگاهی مثل شما به ما به اصطلاح هشدار بدن و بگن که کجا هستیم و کجا نیستیم. چون من شما رو که میبینم یادم میاد به موقعی که میریم وسط فیلم و سینما تاریکه، شما با چراغ به ما نشون میدید
دنبالتون بیاین و صندلی رو نشون میدید، میگید بشین اینجا تا دست و پا نشکسته فیلم تماشا کن تا به زندگیت برسی. آقا خیلی ممنون که با ما بودید، لطف کنید از طرف من از دوستان در اندیشکده تشکر کنید، یه سری چیزایی رو فرستادن که اطلاعات رو ما نشون بدیم. متاسفانه امتحان کردم خوب بود، امروز که گذاشتم تو این سیستم، حالا بعد براشون میفرستم یک نوتیسی فرستاد که این نمیشه و من این رو به جاش درست کردم، همینی که نشون میدم این رو هم برای دوستان میفرستم که اگه بخوان درستش کنن، چون لطف کرده بودن نشودن، اگر اشکالی هست بگید. من نگاه کردم دیدم اشکالی نبود، گفتم که استفاده میکنم، ولی ازشون ممنونم، همین همکاری و همگامی به قول شما ما رو دلگرم میکنه. آخر هفته خوبی داشته باشید آقای لادن، خیلی ممنون که با ما بودید. حتما سپاسگزارم و سپاسگزارم از اینکه اینقدر محبت دارین و این زمان رو به من دادین. روز همه خوش. خواهش میکنم، با امید دیدارتون. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. آدرس اندیشکده، وبسایتشون و اطلاعات دیگه، شماره تلفن مستقیمشون با مجانی از طریق واتساپ رو براتون نشون دادم، گذاشتم. بذارید یه بار دیگه هم نشون بدم احیانا اگه بخواید. حسن این برنامه ها در قسمت بازدید، بازپخش، اینه که شما میتونید نگهش دارید هر زمانی که میخواید، یا پاز به قول آمریکا، و اینا رو بنویسید و یادداشت کنید. وبسایتشون خیلی ساده است، اندیشکده.net و الی آخر. برنامه بعدی رو بریم با هم ببینیم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده خبرهای بهتری رو ما بتونیم با شما دوستان در میون بگذاریم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.